بهترین سال زندگی، نویسنده دبی فورد، مترجم فرناز فرود. آشنایی با نویسنده. دبی فورد نویسنده است که نامش در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز جا گرفته است. کتاب‌های او به 26 زبان ترجمه شده‌اند و در دانشگاه‌ها و دیگر مراکز یادگیری و روشننگری در سراسر جهان به کار می‌روند. سه کتاب نخست او با نام‌های نیمه تاریک دنبال کنندگان نور، جدایی معنوی و راز سایه به خوانندگان می‌آموزد که چگونه به خرد درونی دست یابند و با رفتن به درون دریافت‌ها و شناخت‌هایی درباره زندگیشان پیدا کنند. کتاب چهارم دبی، پرسش‌های درست، ابزاری کاربردی در اختیار خوانندگان می‌گذارد و به آنها نشان می‌دهد که چگونه دریافت‌هایشان را به عمل درآورند. در کتاب بهترین سال زندگی، دبی فورد از روشی آزموده برای آفرینش یک زندگی استثنایی پرده برمی‌دارد و شما را راهنمایی می‌کند تا به عظمت خود گام بگذارید و آن جنبه‌های وجودتان را که ضامن موفقیت شماست تقویت نمایید. آرزوی او این است که یک جنبش جهانی راه بیندازد و میلیون‌ها نفر را به آفرینش بهترین سال زندگیشان وادارد. دبی مدرک خود را در رشته روانشناسی با گرایش مطالعات آگاهی از دانشگاه چیفکی گرفت. او در سال 2001 جایزه فارغ التحصیل برگزیده سال را به مناسبت خدمات ارزنده خود در زمینه روانشناسی و معنویت دریافت کرد. در سال 2003 به دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه امرسون نایل شد و در سال 2004 دکترای افتخاری آثار ادبی انسانی را از هیئت علمی دانشگاه جان اف کندی دریافت داشت. دبی فورد بنیانگذار مؤسسه فورد برای مربیگری یک پارچه می باشد و روش‌های آموزشی متفاوت و مؤثری ایجاد کرده است که مورد استفاده و یادگیری مردم سراسر دنیا قرار دارد. او خالق و ارائه دهنده روند سایه در قالب یک دوره سه روزه متحول کننده می باشد که زندگی ده ها هزار نفر را در جهان دگرگون کرده است. دبی بارها در برنامه‌های تلویزیونی اپرا و صبح بخیر آمریکا شرکت داشته است و در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی آمریکا استقبال گرمی از او می‌شود. آموزش‌های روشنبینانه و روندهای انقلابی درونی دبی فورد همراه با نپذیرفتن پیش پا افتادگی موجب شدند که او در سراسر جهان به عنوان یک مربی، سخنران نویدبخش و برگزار کننده موفق دوره‌ها مشهور باشد. مقدمه. در آستانه هر سال نو بیشتر ما آیین مشترکی را به جا می آوریم. منظورم جشن گرفتن، خوردن یا در کنار عزیزان بودن نیست. اندیشیدن درباره گذشته یا حتی شکرگزاری برای آنچه در زندگی داریم هم نیست. این سنت سال نو تصمیم به تغییر و قولی است که به خودمان می‌دهیم تا در این سال جدید کار تازه یا متفاوتی انجام دهیم، چه برای بهبود وضع مالی، چه در مورد روابط ظاهر یا موقعیت شغلی‌مان
متحد شویم. به هر حال همگی ما هدف مشترکی را دنبال می کنیم و آن این است که امسال را بهتر از سال گذشته بسازیم. پس چه می شود؟ چرا عزم ما به این سرعت رنگ می بازد؟ چرا بیشتر ما به اهداف مطلوب خود نمی رسیم؟ چرا هنوز 2 ماه از سال نو نگذشته بیشتر تصمیم های من را فراموش کرده یا کنار گذاشته ایم؟ آیا به این دلیل است که آنچه را در اولین روز سال آنقدر مهم می دانستیم دیگر نمی خواهیم؟ آیا اهداف ما تغییر کرده اند؟ آیا تسلیم شده و اعلام شکست کرده ایم؟ یا خواسته های من را فقط به این دلیل کنار می گذاریم که برنامه ساختار و ابزار مورد نیاز برای موفقیت را به کار نمی بریم؟ اما اگر امسال متفاوت باشد چه؟ اگر عزمتان را جزم نمایید که بی توجه به رویدادها، نیروهای مهار نشدنی که در زندگیتان تداخل دارند یا هر تغییری که در محیط شما ایجاد می شود، باز هم هر روز را چنان زندگی کنین که بهترین سال عمرتان را شکل دهید چطور؟ اگر کشف نمایید که برخورداری از بهترین سال زندگیتان کاملا در اختیار خودتان است و در واقع این خود شما هستید که می توانید آن را شکل دهید، ایجاد کنید و به آن دست یابید چطور؟ اگر امروز متوجه شوید که در واقع این انتخاب از آن شماست چه؟ امکان ایجاد بهترین سال زندگیتان در هر لحظه وجود دارد، زیرا بهترین سال زندگی به دستاوردهای خاص بیرونی وابسته نیست، بلکه به این مربوط می شود که اجازه دهید والاترین تجلی شما آشکار گردد. برای آنکه بهترین سال زندگیتان را داشته باشید، باید آن کسی بشوید که همیشه آرزویش را داشته اید. باید آن چهره خود را که از همه بیشتر دوست دارید در بر بگیرید و آن خصوصیاتی که شما یه رویایتان را به وجود می آورد در خود پرورش دهید. همان گونه که یک هنرمند مجسمه زیبای پنهان در تخت سنگ مرمرین را آشکار می کند، هر کدام ما باید لایه‌های بیرونی من را که نمی گذارند خود واقعی من را ببینیم و همان باشیم را بتراشیم. باید تک تک ما با شور و اشتیاق یک مجسمه ساز تراز اول باشیم و متحد شویم که محدودیت های خودخواسته را بتراشیم و فرو بریزیم. باید این فرصت را به خود بدهیم تا بفهمیم از چه راههای استعدادهایمان را پنهان کرده و عمیق ترین آرزوهایمان را پوشانده ایم. برای آفرینش بهترین سال زندگی باید رفتارهای بیهوده و محکوم به شکست خود را مورد سوال قرار دهیم و راه‌های تازه‌ای برای واکنش به رویدادهای روزانه که تجربه ما را شکل می‌دهند بیابیم. باید ابتدا تمامی باورهای محدود کننده ای را که طی سال‌ها جمع آورده ایم درک کنیم و بپذیریم و سپس این جرأت را بیابیم که تمامی آنها را رها سازیم. باید هرچه که شاهکار وجود واقعی ما را می پوشاند کنار بگذاریم. برای برخورداری از بهترین سال زندگی باید به خود فرصت بررسی افکاری که توان موفقیت یا شکست را در ما شکل دادند بدهیم. این افکار به ما اجازه می دهند که تا حد والاترین وجودمان ارتقا پیدا کنیم یا در پیش پا افتادگی و معمولی بودن غرق شویم. بیشتر ما محدودیت هایی برای خود قائل شده ایم و گمان می کنیم این چیزها را می توانیم داشته باشیم و آن چیزها را نمی توانیم. این کارها را می توانیم انجام دهیم و آن کارها را نمی توانیم.
چنین آدمی می توانیم باشیم و چنان آدمی نمی توانیم. ما به این واقعیت تن داده ایم که هر سال مانند سال پیش یا فقط کمی بهتر از آن خواهد بود و حتی به خود اجازه نمی دهیم که درباره آینده نامحدود به هیجان بیاییم. ما برای آرزوها، اهداف و تخیلات خود حد و مرز قائل می شویم و تجلی کامل وجودمان را قربانی همرنگی با جامعه می کنیم. بیشتر ما بزرگسالان کودک درونمان را به بند کشیده ایم. شوخی و تفریح را کنار گذاشته ایم و رویا پردازی های پرشورمان را سرکوب نموده ایم. اسکیت و تناب بازی در خیابان را با وظایف جدیتر مبادله کرده ایم. حالت کنجکاوی ما با تفکری حق به جانب که شنیده ها و دیده های من را محدود می کند جایگزین شده است. به جای طبیعت گشوده و پر محبت ما، دلی همیشه نگران و با حالتی تدافعی نشسته است. به جای آنکه با شادمانی در پی آن باشیم که زندگی کنونی من را عالی بسازیم، درباره زندگی که ای کاش داشتیم به خیال پردازی می پردازیم. شاید شما به الگوی انتظار برای روزی که زندگی رویایتان فرا برسد فرو لغزیده باشید. شاید امیدوارید سرانجام روزی برسد که شما موفق‌تر، پولدارتر، محبوب‌تر یا خوشبخت‌تر باشید. شاید شما هم مانند بسیاری از افراد دیگر منتظر هستید فردا اتفاقی رخ دهد تا از زندگیتان راضی‌تر شوید. از شما می‌پرسم آیا این فردا تا کنون خود را نشان داده است؟ وقت آن است این توهم را که بهترین سال زندگیتان جایی در آنجاها در آینده منتظر شماست کنار بگذارید. زیرا واقعیت این است که چنین موقعیتی همکنون و در همین جا وجود دارد. حتی یک دقیقه دیگر هم فریب این فکر را نخورید که اگر خوش شانس باشید بهترین سال زندگیتان خود به خود پیش می آید. مهم نیست زندگی شما در چه وضعیتی است یا خودتان چه کارهایی می کنید. فقط کافی است باور داشته باشید که فاقد آنچه از امسال سال بسیار خوبی می سازد هستید. منتظر نمانید تا همه چیز مرتب شود، سرتان خلوت شود یا مرد یا زن رویایتان پیش روی شما ظاهر گردد تا آفرینش زندگی رویایتان را آغاز کنید. اجازه ندهید توهم یک روز یا سال بعد یا زمانی که وقت بیشتری داشته باشم یا زمانی که پول بیشتری داشته باشم فریبتان دهد و به شما بقبولاند که بهترین سال زندگیتان جایی در آن دوره ها و در آینده نامعلوم وجود دارد. این انتخاب شماست. همکنون و همینجا در این باره فکر کنید. زندگی دلخواه در دسترس شماست و بیماری، تنهایی، چاقی، فقر، مشغله، افسردگی یا اعتیاد ربطی به آن ندارد. حتی اگر تحصیلات درستی هم ندارید، حتی اگر در گذشته کارهای بدی انجام دادید، حتی اگر دارای کاستی های شخصیتی هستید، حتی اگر کسانی که دوستشان داشتید شما را رها کرده اند یا در کودکی کتک خورده اید، حتی اگر احساس می کنید که عزیزانتان پشتیبان شما نیستند و حتی اگر به نظر می رسد که شرایط زندگیتان خارج از اختیار شماست، باز هم می توانید از بهترین سال زندگیتان بهره مند شوید. بهترین سال شما
به دستیابی همه آنچه که فکر می کنید برای خوشبختیتان ضروری است بستگی ندارد. به این مسائل که پروژه خود را به پایان برسانید یا عشق زندگیتان را بیابید یا 10 کیلو وزن کم کنید ارتباطی ندارد. پرداخت بدهی ها یا گرفتن شغل دلخواه هم بر این روند تأثیری نمی گذارد. در واقع در سالی که پیش رو دارید شاید بیکار شوید یا عزیزی را از دست دهید. شاید از همسرتان جدا شوید یا به موانع شغلی برخورد کنید. امیدوارم بتوانم به شما نشان بدهم که لزومی ندارد هر روز از بهترین سال زندگیتان درست مطابق میل شما باشد. فقط لازم است که آن بخش‌هایی از وجودتان را که مشتاق آشکار شدن هستند پرورش بدهید. در بهترین سال زندگیتان باید الهام بخش خودتان باشید. آن کسی را که هستید دوست بدارید و انتخاب‌هایی کنید که مورد علاقه شما باشند. بهترین سال زندگی شما به این موضوع ارتباط دارد که با گذشته خودتان آشتی کنید تا بتوانید آینده ای را بسازید که هیچ شباهتی به آنچه تا کنون تجربه کرده اید نداشته باشد. بهترین سال زندگی شما درباره هر روز واقع بینانه زندگی کردن، با اشتیاق و شور و شوق به زندگی نگریستن و الهام بخش دیگران بودن برای پیگیری همین شیوه زندگی است. به رغم هر چه که در پیرامونتان جریان دارد، بهترین سال زندگیتان در دسترس شما و متعلق به شماست. امسال شما این حق انتخاب را دارید که چه رفتاری داشته باشید و چه کارهایی انجام دهید. می توانید انتخاب کنید در رابطه با مواردی که پیش رو دارید خود را از حق رسیدن به همه آرزوهایتان محروم نمایید. به توهم آسودگی ناشی از تکرار کورکورانه گذشته تن در دهید یا اینکه مسیر تازه‌ای را بپیمایید. اگر چه شاید در نخستین نگاه این روش ترسناک به نظر برسد، اما در واقع بسیار ساده تر از تصورتان می باشد، زیرا فقط کافی است که تسلیم شوید. تسلیم یعنی رها کردن داستان‌ها، بهانه‌ها و محدودیت‌هایی که خودتان وضع کرده‌اید. بهترین سال زندگیتان شما را فرا می‌خواند تا باورهای قدیمی و بیهوده را درباره آن کسی که می‌توانید باشید یا کارهایی که می‌توانید انجام دهید کنار بگذارید و این باور را جایگزین کنید که کار شما این است که والاترین تجلی وجودتان باشید و بدانید در این جهان هیچ کاری عالی تر از متجلی کردن بالاترین توان و استعدادهای بالقوه‌تان ندارید. بهترین سال زندگی شما یک فراخوانی به عمل کردن است. راهنمای گام به گام برای عالی ساختن امسال شما تا حدی که هر روز با شور و شوق از تخت خواب بیرون بپرید و روز خود را آغاز کنید. هدف این کتاب آن است که به شما الهام ببخشد و تقویت و حمایتتان کند تا به سطحی از نشاط دست یابید که حتی شاید ندانید برایتان ممکن است و سال را با این روحیه به پایان برسانید که بیش از آنچه آفریده اید بخواهید بهترین سال زندگی راهنمای شخصی شما برای برخورداری از بهترین زندگی است که هیچ ربطی به رویدادهای پیرامونتان ندارد.
این کتاب به شما کمک می کند تا معنای بهترین سال زندگی را برای خود مشخص کنید. یعنی ببینید چنین سالی برای شما چگونه است و چه حسی به شما می دهد و همچنین یاریتان می دهد تا آن را بیافرینید. پس از آن که در حضور بهترین سال زندگیتان قرار گرفتید، این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه برای تضمین موفقیت خود برنامه ریزی کنید و تمامی مهارت‌های مورد نیاز برای تحقق رویاهای دیرینتان را به دست آورید. ما با بخش آرزو کنید شروع می کنیم. در این بخش به آرزوهای عمیق خود پی می بریم و به کمک آنها متوجه می شویم که همیشه می خواستیم چه کسی باشیم. یاد خواهیم گرفت که زندگی کردن درون نیت آفرینش بهترین سال زندگی چه معنایی دارد و گشوده بودن در برابر امکان بهره‌مندی از سالی که در دور پروازترین رویاهای ما نیز نمی گنجد چگونه است. ما آینده ای را خلق می کنیم که بر مبنای واقعیت و نه اوهام قرار دارد و قدرت عرضه همه خواسته های من اهم از موفقیت، اهمیت، اعتبار، عشق و شادی را پس می گیریم. به این درگ شگفت‌آور و متحول کننده می رسیم که هر آنچه در جهان بیرون به دنبالش می دویدیم در درون ما قابل ایجاد است و در نتیجه می توانیم بیدرنگ به همه آرزوهایمان دست یابیم. آنگاه می گذاریم والاترین تجلی وجودمان آشکار شود و ما را به سوی زندگی که آرزویمان است هدایت کند. در بخش برنامه ریزی کنید، لوح‌هایمان را پاک می کنیم و زمینه فکریمان را برای کشت و پرورش فرداهای نو و دلگرم کننده خود آماده می سازیم. نگرش هایی را که در رابطه با بهترین سال زندگیمان داریم به اهداف کوچکتر و قابل دسترسی خورد می کنیم و نقشه دقیقی می ریزیم که با پیروی گام به گام آن قطعاً به هدف مطلوب برسیم. سرانجام در بخش زندگی کنید این جرأت را می یابیم که یکایک روزهای سال جدید را بیافرینیم. از آن خود سازیم و به عنوان بهترین روزهای زندگی من بدانیم. روش خاصی برای دریافت لحظات گرانبها می آموزیم که به زندگی ما معنا می بخشد و نشاطی را که درون خود داریم در اختیار من می گذارد. روند پرشور زندگی در پناه اصالت و صداقت شخصی را می آموزیم و به این ترتیب در راه مستقیم موفقیت باقی میمانیم. اصالت و صداقت شخصی به ما کمک میکند تا انتخابهایمان با آن کسی که آرزو داریم باشیم هماهنگ باشند. این اصالت به عنوان جهتیاب درونی یا راهنمای ما عمل میکند و دقت دارد که نسبت به خودمان صادق و وفادار باقی بمانیم و به آستانه عمیق‌ترین آرزوهایمان برسیم. به این درک می‌رسیم که بهترین سال زندگیمان بر اساس حال خوبی که در پی آن کسی که هستیم، کاری که می‌کنیم و شیوه انجام این کارها به ما دست می‌دهد شکل می‌گیرد. این درک به ما الهام می‌بخشد هر روز را به گونه‌ای زندگی کنیم که سربلند و از خود مطمئن باشیم. همکنون شما با انتخابی روبرو هستید. شما می توانید امسال، امروز و همین لحظه را آغازی بدانید و اعلام کنید که این سال بهترین سال زندگیتان خواهد بود، یا می توانید باز هم همان مسیر قدیمی و تکراری را بپیمایید.
این کتاب روندی ساده، متحول کننده و آزموده را برای آفرینش و آغاز بهترین سال زندگی از همین لحظه به شما نشان می دهد. با پیروی از این روند قطعاً بهترین سال زندگیتان از تخیلات شما خارج و برایتان مقدور می گردد. شما این سفر را چه در نخستین روز سال نو، سال روز تولدتان یا هر روز دیگری آغاز کنید، این قدرت را دارید که همین لحظه را به آغاز بهترین سال زندگیتان تبدیل سازید. امیدوارم برایتان روشن باشد که شما از این قدرت برخوردار هستید. داشتن بهترین سال زندگیتان حق شماست، حق طبیعی شماست و شما قدرت تحقق آن را دارید. اگر از پیش پا افتادگی و معمولی بودن خسته شده اید، اگر طاقت یک سال تکراری دیگر را ندارید، از شما دعوت می کنم که خود را به مبارزه بخوانید و در آفرینش بهترین سال زندگیتان با من همراه شوید. آرزو کنید. رویاها و الهامات خود را عزیز بدارید، چرا که فرزندان روحتان هستند. آنها طرح‌های اولیه دستاوردهای نهایی شما هستند. ناپلئون هیل. 1. آفرینش یک نیت قدرتمند. مجسم کنید هر روز صبح با شور و شوقی از خواب بیدار شوید که سالها احساس نکرده اید. مجسم کنید که از لحظه لحظه هر روزتان لذت ببرید و احساس هدفمندی و رضایت خاطر داشته باشید. اگر هر روز، هر هفته و هر ماه امسال را تا سرحد آن زندگی کنید، اگر در برابر هر لحظه با این تعهد حاضر شوید که تمامی موهبت‌ها، استعدادها و نبوغ خود را به کار بگیرید، می توانید به این شور و شوق دست یابید. اگر نیت شما این باشد که بهترین سال زندگیتان را داشته باشید، دقیقاً چنین حال و هوایی را تجربه خواهید کرد. این سفر متحول کننده نیز مانند همه موفقیت های بزرگ با برداشتن نخستین گام آغاز می شود. شما باید آگاهانه تصمیم بگیرید و نیت کنید که امسال بهترین سال زندگیتان باشد. شما با این نیت در برابر خودتان متعهد می شوید که نتیجه خاصی را به وجود آورید. نیت نیروی حرکت و جهتیاب درونی شماست که رفتارهای روزانه تان را هدایت می کند. یک نیت آگاهانه مانند یک اصل تنظیم کننده عمل می نماید و رهنمون شما می شود تا تصمیم هایی بگیرید و انتخاب هایی بکنید که اختیاردار خود شوید. به کمک نیت می توانید مطمئن باشید که فرمانده کشتی خود هستید و در تعیین مقصد قدرت انتخاب دارید. برای متجلی شدن ابتدا باید نیت کنید. با یک نیت قدرتمند و آگاهانه می توانید نقشه سفر زندگی خود را با روشنی و تمرکز بکشید و آن واقعیتی را که می خواهید بیافرینید. نیت برای انسان‌ها همانند نرم افزار برای رایانه است. هنگامی که نیت را به آگاهی خود می‌آورید، به توانایی‌های نوینی دسترسی پیدا می‌کنید که دریچه‌ای از واقعیت‌های جدید را به روی شما می‌گشایند. ناگهان شما قادر می‌شوید زندگی‌تان را با نگاه تازه‌ای ببینید. هنگامی که توانمندانه نیت می کنید که بهترین سال زندگیتان را داشته باشید،
زندگی خود را به گونه ای خواهید دید که پیشتر هرگز ندیده بودید. آنگاه بیدرنگ قدرت ایجاد تغییرات را پیدا می کنید و از سیته حرف زدن محض خارج می شوید. وقتی نیت می کنید بهترین سال زندگیتان را داشته باشید، در واقع انتخاب می کنید که یک زندگی سرشار از عشق، خنده، موفقیت و رضای خاطر را به وجود آورید. شرحی که در زیر می خوانید قدرت نیت را به خوبی نشان می دهد. جولیا زن با استعداد و پرنشاطی است که بیش از 2 سال در مرکز تربیت مربی برای من کار می کرد. او شغل خود را دوست داشت و در کارش موفق بود. جولیا شاد و سالم بود و دوستان بسیار خوبی داشت. او طبق هر معیاری از زندگی بسیار خوبی برخوردار بود. تا آنکه 1.5 سال پیش به کارکنانم پیشنهاد کردم برای آنها دوره بهترین سال زندگی را برگزار کنم. ضمن آموزش جولیا و دیگران این نیت را آفریدند که بهترین سال زندگی خود را داشته باشند. جولیا با این دید که بهترین سال زندگیش را داشته باشد به زندگی خود نگریست و متوجه شد که باید بیدرنگ تغییراتی ایجاد کند. نخستین نکته مورد نظر او که هر دوی ما را شگفت زده کرد این بود که جولیا باید شغلش را رها می کرد و به کاری که واقعا دوست داشت، یعنی راهنمایی دیگران و بازی گلف می پرداخت. او همچنین دید که اگر می خواهد بهترین سال عمرش را زندگی کند باید به جایی برود که حالش را خوش بگرداند و با روحیش هماهنگ باشد. جولیا فقط با 1 ساعت تفکر و بررسی جنبه‌های گوناگون آنچه از نظر او بهترین سال زندگیش بود متوجه شد که باید در 2 زمینه اصلی زندگی خود تغییرات عمده‌ای ایجاد کند. نیت تازه جولیا این امکان را به او داد تا آنچه را پیشتر نمی توانست ببیند. جولیا با شور و شوق فراوان شرح داد: احساس می کنم تا کنون در جعبه کوچکی زندگی می کردم و ناگهان یک نفر در جعبه را برداشت و گفت: جهان بزرگی با هزاران روش زندگی که تا کنون حتی تصورش را هم نمی کردی در بیرون وجود دارد. 6 ماه بعد تقریبا تمامی جنبه های زندگی جولیا به کلی تغییر یافت. این نیت که بهترین سال زندگیش را داشته باشد به او الهام بخشید که به شهر ساحلی کوچک زیبایی تغییر مکان دهد. او عاشق این شهر است و در ضمن می تواند در آنجا علاقهش به گلف را نیز دنبال کند. جولیا اکنون مؤسس و مدیر مرکز قهرمانی گلف درونی است و در آنجا با استفاده از تجارب آموزشی خود به اشخاص کمک می کند تا از بالاترین توانشان در بازی گلف و نیز کل زندگی بهره ببرند. او هر روز در زیباترین زمین‌های گلف کار می کند. در سبززارهای جنوب کالیفرنیا اتومبیل می راند و کاری را که بسیار دوست دارد انجام می دهد. هر دو تغییر زندگی در نتیجه تصمیم به آفرینش بهترین سال زندگیش پدید آمدند. جولیا به این تغییرات که چنین سریع و بی زحمت ایجاد شدند با ناباوری و در این حال سپاسگزاری عمیق می نگرد. زندگی در پناه نیت آگاهانه از چنین نیروی وصف‌ناپذیری برخوردار است. اگر شما فقط همین 1 گام را بردارید و هیچ کار دیگری انجام ندهید، نیروی تغییر زندگیتان را آزاد خواهید کرد. این نیت که بهترین سال عمرتان را زندگی کنید، نیروی قدرتمندی ایجاد می کند که شما را به سوی نتایج دلخواه می کشاند. این نیت چنین قدرتی را دارد که خاک بی حاصل انرژی سرگردان و بدون جهت شما را به زمین حاصلخیز و پرباری تبدیل نماید که بتوانید بذر آرزوهایتان را در آن به
بکارید و به گل نشستن آنها را در واقعیت تماشا کنید. برای آفرینش بهترین سال زندگی بسیار مهم است که درک کنید شما یا توسط نیتی آگاهانه که روز به روز می آفرینید هدایت می شوید و یا اینکه توسط نیتی ناآگاهانه که از گذشته با خود حمل می کنید. همواره نیتی در پشت صحنه عمل می کند. خواه شما نسبت به آن آگاه باشید و خواه آگاه نباشید. اگر شبیه بیشتر مردم باشید، احتمالاً به نیتی که در حال حاضر انتخابها، کارها و رفتارهای شما را هدایت می کند، آگاه نیستید. ممکن است نیت ناآگاهانه شما این باشد که یک روز دیگر را پشت سر بگذارید. به پدر و مادرتان اثبات کنید که به اندازه کافی شایسته هستید. خودتان را از آسیب دیدن حفظ کنید یا بدون سر و صدا و ایجاد آشفتگی در اداره به کار ادامه دهید. شاید هم نیت شما یکی از میلیون ها شکل متنوع این نیت ها باشد. اما شک نکنید که به هر حال نیتی پنهانی در حال حاضر زندگی شما را به پیش می رود. احتمالاً نیتی که اکنون به کار می برید در سالهای خردسالی و پیش از آنکه شروع به تصمیم گیری آگاهانه کنید در شما به وجود آمده است. خوشبختانه برای آفرینش یک نیت آگاهانه حتی مهم نیست که بدانید اکنون چه نیتی شما را هدایت می کند. فقط کافیست بدانید که اگر از زندگی دلخواه بی بهره هستید، اگر هر روز بهترین انتخابهای ممکن را ندارید، اگر کسل، بی تفاوت یا در حال تقلا و مبارزه هستید، اگر پیوسته همان اشتباهات گذشته را تکرار می کنید، به احتمال زیاد نیت شما قدیمی شده، تاریخ مصرفش گذشته است و دیگر برایتان مفید نیست. اگر همچنان اجازه دهید که نیت ناآگاهانه شما زندگیتان را پیش براند، می توانید انتظار داشته باشید که امسال شما نیز شبیه سال گذشته باشد. برای تضمین موفقیت باید ابتدا نیت آگاهانه را به ذهنتان وارد کنید، سپس هر روز آن را بررسی نمایید. برای راه اندازی یک نیت جدید که تمامی حرکات شما را هدایت کند، به تعهد و پشتکار نیاز دارید. پژوهش‌ها نشان دادند که برای تغییر پایدار یک عادت یا رفتار 28 روز زمان لازم است و من حدس می‌زنم که برای وارد کردن یک باور تازه به آگاهی نیز به همین مدت زمان نیاز باشد. نمی‌توانید فقط با گفتن اینکه به ایجاد بهترین سال زندگیتان متعهد هستید انتظار متجلی شدن خواسته‌هایتان را داشته باشید. باید آگاهانه بکوشید تا این تعهد بخشی از نظام اعتقاد درونی شما شود. آیا به یاد دارید پدر و مادرتان چند بار به شما گفتند پیش از خواب دندانهایت را مسواک بزن، تا این عادت را پیدا کردید که هر روز این کار را انجام دهید بی آنکه درباره آن فکر کنید؟ در آغاز این روند نیز باید همان اندازه پشتکار داشته باشید. متعهد شوید هر روز آگاهانه چندین بار انتخاب کنید که بهترین سال زندگیتان را داشته باشید. هر چقدر بخواهید باز هم این نیت تازه نمیتواند خود به خود به راه بیفتد. پیشتر فکر میکردم لزومی ندارد برای یک زندگی عالی سخت بکوشیم و شاید شما نیز اکنون عقیده سابق مرا داشته باشید. میدانم که وقتی متوجه شدم یک زندگی بسیار خوب
به خودی خود برای من پیش نخواهد آمد، سالها عصبانی بودم. نمیدانم چرا فکر می کردم که جهان یک زندگی عالی به من بدهکار است و فکر تلاش برای ایجاد چنین زندگی مرا خشمگین می کرد. بنابراین به جای آنکه اعتراف کنم زندگیم با آنچه انتظار داشتم به کلی متفاوت است، سالها با پافشاری بر این عقیدم در قالب یک مظلوم به زندگی ادامه دادم. نیت ناآگاهانه‌ای که بیشتر زندگی مرا هدایت می کرد این بود که تا می توانم مصیبت و ماجرا بیافرینم تا توجه همه را به خودم جلب کنم. اما به مرور زمان نه تنها این نیت دیگر با مزه و جالب نبود، بلکه حتی مرا به هدف مطلوبم نمی رسان. تا آنکه یک روز از رنج کشیدن در نتیجه شرایطی که خودم ایجاد کرده بودم به تنگ آمدم و متوجه شدم که هیچ کس برای نجات من نخواهد آمد. آنگاه برایم کاملا روشن شد که تمامی زندگیم را بر محور بدشانسی ها و بدبختی هایم تنظیم کردم. حتی دوستانی را انتخاب می کردم که برای دردهایم اظهار تأسف کنند. بنابراین در آن نقطه عطف درنگ کردم و متوجه شدم که باید انتخاب مهمی را در رابطه با شیوه زندگیم انجام دهم. می توانستم همچنان از زمین و زمان عصبانی باشم و در همان سرازیری که مرا به جایی نمی رساند فرو بغلتم، یا آنکه آگاهانه بهترین زندگی ممکن را برای خودم ایجاد کنم. خوشبختانه انتخاب کردم که برای بهترین زندگی تلاش کنم. این نیت آگاهانه که بهترین سال زندگیم را بیافرینم و برای محدودهایی که درباره خود باور دارم بروم، مرا تا امروز از هر جهت هدایت کرده است و می کند. این نیت به من انگیزه می دهد، مرا از حقارت نمایشنامه شخصیم بیرون می کشد و هدایتم می کند تا انتخابهایی را انجام دهم که برایم نیروبخش هستند. نیت من کمکم می کند تا همواره در پی یافتن راه های بهبود زندگی خودم و دیگران باشم. اکنون به جای ستیز و گلایه های از این دست که من بیچاره چرا همه چیز را به راحتی برایم پیش نمی آید، هر روز نیت آگاهانه‌ام را بررسی می کنم و اجازه می دهم که مرا هدایت کند. آیا این برایم دشوار است؟ اکنون نه، زیرا بارها و بارها ثمرات نیت خود را دیدم. نیتم زندگی به من داده که بسیار فراتر از آن چیزی است که گمان می کردم برایم ممکن باشد. می دانم اگر حاضر باشید برای استوار کردن این نیت در آگاهیتان که بهترین سال زندگیتان را داشته باشید به اندازه کافی کار و تلاش کنید، شما هم مانند من به نتیجه خواهید رسید. اگر نیت خود را با صراحت به جهان اعلام کنید نیرومندتر می شود و اگر صادقانه به نیت خود متحد باقی بمانید همه اطرافیانتان متوجه این نکته می شوند. یک بار شنیدم که کالینز مبتکر برنامه فکر کوانتوم می گفت نیت شما باید از وجودتان سرریز شود. باید از تک تک سلول های وجودتان ساطع گردد تا شرایط و کسانی را به سوی خود جلب کنید که در تجلی آرزوهایتان برای شما مفید باشند. به زبان ساده بگویم، نیت شما بر رفتارها، کارها، انتخابها و سخنانتان تأثیر می گذارد. نیت شما سیستم عامل شخصی شما می شود. برای آنکه بهترین سال زندگیتان را داشته باشید، فقط کافی است همکنون خود را به این نیت متحد کنید که بهترین سال زندگیتان را داشته باشید. سپس هر روز از 365 روز بعد همین که بیدار می شوید نیت خود را به یاد آورید و دوباره خودتان را متحد کنید که سالی را فراتر از آنچه در تصورتان می گنجد به وجود آورید.
به شما قول می دهم که شما قدرت آفرینش چنین سالی را دارید. اقدام کنید، یک نیت قدرتمند بیافرینید. دست کم 3 دقیقه اول هر صبح و آخر هر شب را به این تمرین اختصاص دهید که چشمانتان را ببندید و تأکید کنید امسال بهترین سال زندگی من است. در همه اتاقهای خانه و محل کار خود نشانه ها و یادداشت هایی بگذارید که یادآور نیت شما باشند. می توانید هر روز پیام های الکترونیکی برای خودتان بفرستید یا یادداشتی به تلفن بچسبانید که هر بار گوشی را برمی دارید لحظه تأمل کنید، دوباره نیت خود را به یاد آورید و نسبت به آن متعهد شوید. به کسانی که برایتان مهم هستند بگویید که انتخاب کرده اید امسال را به بهترین سال زندگیتان تبدیل کنید. 2. آرزوهایتان را آشکار کنید. مهم است که درک کنیم به راستی قدرت و توانایی دستیابی به بهترین سال زندگیمان را داریم. بهترین سال زندگی ما والاترین نگرشی است که از خودمان داریم، نه یک زندگی رویایی دور از دسترس که هرگز به آن نخواهیم رسید. زندگی در رویا یا به عبارت دیگر زندگی در امید، آرزو و نیاز کجراهی است که مانع از آن می شود بتوانیم به روشنی ببینیم و در مسیری حرکت کنیم که واقعا ما را به سوی بهترین سال زندگیمان پیش می برد. بیشتر ما این گونه آموزش دیده ایم که مدام در پی چیز بعدی و بعدی و بعدی باشیم. اما اگر در طی مسیر خودمان را از خوشحالی محروم کنیم، اگر خود را متقاعد سازیم که شادی ما فقط در مقصد مطلوبمان وجود دارد، در چرخه پایان ناپذیر خواستن و انتظار کشیدن و خواستن گرفتار می شویم. هنگامی که برای خوشحال بودن، برای تجربه نشاط، خوشی، شور و شوق یا موفقیت در انتظار آن روز که هستیم، در توهمی زندگی می کنیم که موجب دلمردگی من می شود و توان لذت بردن از زندگی کنونی را از ما می گیرد. فکر کردن درباره آینده و تعیین هدف هیچ اشکالی ندارد. در واقع به نظر من این کارها برای رسیدن به توان کامل خود ضروری هستند. اما زندگی کردن در رویای و آن روز که زندگی واقعی، یعنی همین زندگی جاری، رویاها با رنگها و مزه های گوناگون به سراغ ما می آیند و بیشتر اوقات آنها را با اهداف خود اشتباه می گیریم. به این افکار توجه کنید. هنگامی که آن کار را کردم، همین که به فلان برسم، وقتی که عاقبت همسرم فلان کار را برای من کرد، زمانی که فرزندانم بزرگ شوند و بتوانند مراقب خودشان باشند، من می توانم فلان، همین که این دوره زندگیم بگذرد رژیم می گیرم، ورزش می کنم و به سلامتیم توجه نشان می دهم و فلان، سال بعد فلان کار را انجام می دهم و قادر می شوم که بهترین سال زندگی را داشته باشم. این طرز تفکر ما را دچار خشم، ناتوانی و نارضایتی مدام می کند. گاهی اوقات زندگی کردن در رویا را تفکر سحرآمیز می خوانند. می دانیم چرا؟ زیرا رسیدن به اهداف و آرمان‌ها از طریق زیستن در رویا واقعاً به سحر و جادو نیاز دارد. ما باید درک کنیم که شادی، رضایت و آرامش عواطف ایستا و راکدی نیستند. آنها می آیند و می روند و همواره در دسترس ما هستند. پس اگر منتظر رخداد خاصی باشیم تا خوشحال شویم،
این حق را از خودمان دریغ کرده ایم که زندگی را که واقعا دوست داریم همین اکنون داشته باشیم. بسیاری از ما از رویاهای خود به عنوان راهی برای پرت کردن حواسمان از رویدادهای واقعی و کنونی زندگیمان استفاده می کنیم. رویاهای ما مانع از آن می شوند که اقدام کنیم و تغییرات لازم را برای بهبود زندگیمان پدید بیاوریم. رویاهای ما فریبکار هستند. بیشتر ما حتی متوجه نیستیم رویاهایی داریم، چه رسد به آن که بفهمیم در رویاهایمان زندگی می کنیم. رویاهای ما سالهای پیاپی فریبمان می دهند. چشمانمان را می بندند. ما را فلج و در انجام تغییراتی که می خواهیم ناتوان می کنند. اگر به ادامه زندگی در رویاها اصرار ببرزیم، به احتمال خیلی زیادی که از آن آدمهایی می شویم که داستانشان باید فلان کار را می کردم، باید فلان می شدم، شاید فلانی می شدم، حتما می شدم، می توانستم بشوم و غیره است. برای آنکه بهترین سال زندگیمان را داشته باشیم، باید رویایی را که ما را در آرزو و انتظار تغییر وضعیت نگاه داشته است آشکار کنیم. فقط در آن زمان نیروی متعالی کردن زندگیمان را در اختیار خواهیم داشت. بنابراین از شما می خواهم که خوب نگاه کنید و ببینید منتظر چه هستید. کدام رویای یک روز فلان مدام شادی و رضایت شما را به تعویق می اندازد و در آینده نامعلوم از دور قرار می دهد؟ آیا هیچ کدام از این فیلمنامه ها برایتان آشنا نیست؟ هنگامی خوشحال خواهم شد که فلان این مقدار پول در بیاورم، خانه‌ای بخرم، زندگی متعادلی داشته باشم، با یار همدلم آشنا شوم، دانشگاه را به پایان برسانم، زندگیم را در اختیار بگیرم، به وزن دلخواهم برسم، به اندازه‌ای که لیاقت دارم مشهور شوم، فرزندانم را به دانشگاه بفرستم، بچه دار شوم، شغل جدیدی پیدا کنم، وقت بیشتری برای ورزش داشته باشم، ترفیع بگیرم، عشق حقیقیم را پیدا کنم، مطمئن شوم همسرم موفق است، لباس‌های زیبای فلانی بخرم، بده یارم را بپردازم و و و و بعدش. اگر یک یا برخی از این عبارات برای شما آشنا هستند، احتمالاً در رویایی گرفتار شده اید که امکان نشاط و موفقیتی را که شایسته آن هستید از شما می گیرد. هنگامی که 100% اوقات از رویاهای من خارج هستیم و در واقعیت گام برمی داریم، قدرتی را که به آینده داده ایم پس می گیریم و از این موهبت برخوردار می شویم که به روشنی ببینیم. فقط با 100% اوقات زیستن در واقعیت است که توان اقدام نمودن و ایجاد تغییرات دائمی را پیدا می کنیم و ارباب زندگی خود می شویم. فیلسوف فقید نایتینگل که سخنران و نویسنده‌ای نویدبخش نیز بود، گفته است افراد موفق رویا پردازانی هستند که رویایی را یافتند هیجان‌آورتر و مهمتر از آن که فقط در حیطه رویا باقی بماند. آنها هر ساعت و هر روز برای تحقق رویاهایشان زحمت می کشند و عرق می ریزند تا اینکه بتوانند آن را با چشم ببینند و با دست لمس کنند. فقط زمانی که در واقعیت ایستاده ایم قادر هستیم گام های محکمی در جهت برخورداری از یک زندگی الهام بخش و پرشور برداریم. زمانی که خود را از قید و بند توهمات و رویاهایمان رها کنیم، به راستی مسئولیت تقدیرمان را به دست می‌گیریم. برای آنکه فراسوی رویاهای خود بروید
و واقعا زندگی رویاییتان را بیافرینید، باید آنچه را به راستی به دنبالش هستید آشکار کنید و ببینید هنگامی که سرانجام به آرزوی خود برسید چه احساسی خواهید داشت. ساده است که باور کنیم رویداد خارجی خاصی خوشبختی مطلوب را نصیب ما می کند. اما اگر به حقیقت بزرگتری پی ببرید چطور؟ اگر متوجه شدید یا بهتر بگویم بیاد آوردید، زیرا اغلب شما این موضوع را می دانید که آنچه در واقع در پی آن هستید هدف یا نتیجه خاصی نیست، بلکه احساس خاصی است. چطور؟ اگر کشف کردید که آنچه دلتان می‌خواهد یک جایزه بیرونی مانند شغل تازه، بدن ورزیده یا خانواده‌ای پر محبت نیست، بلکه احساسی است که باور دارید با به دست آوردن خواسته‌تان به آن دست پیدا می‌کنید، چطور؟ شاید فکر کنید که وقتی سرانجام همسر کاملا مناسبی بیابید خوشحال خواهید بود. اما از شما می خواهم که عمیق‌تر بنگرید. امیدوارید با یافتن چنین کسی چه احساسی پیدا کنید؟ آیا احساس می کنید مورد محبت و توجه قرار خواهید گرفت؟ آیا احساس امنیت، ارزشمند یا کامل بودن خواهید کرد؟ می خواهم بگویم که آنچه واقعا دنبالش هستید همین احساسات است. اما فکر می کنید آن شخص مورد نظر خیالی این احساسها را به شما می دهد؟ اگر در آرزوی شهرت هستید می خواهم بگویم که در واقع به دنبال شهرت نیستید، بلکه خواهان احساسی هستید که فکر می کنید شهرت به شما خواهد داد. با پاسخ به پرسش هنگامی که بی نهایت مشهور شوم چه احساسی خواهم داشت، متوجه می شوید که به راستی خواهان چه چیزی هستید. شاید احساس ارزشمند، قدرتمند یا مهم و خاص بودن برای شما مطلوب باشد. چه رویای شما این باشد که صاحب خانه‌ای بشوید یا کتابی بنویسید یا 1,000,000 دلار به دست آورید؟ خوب است این سوال را از خود بپرسید. فکر می کنم پس از رسیدن به هدفم چه احساسی خواهم داشت؟ پاسخ به این پرسش برای شما روشن می کند که از طریق رویاهایتان می خواهید به چه برسید. همه ما در پی احساسات خوبی هستیم که امیدواریم در نتیجه دستاوردهای خارجی به دست آوریم. اما حقیقت این است که اغلب اوقات موفقیت‌های من شادی مورد انتظار را به ما نمی‌دهند، یا اگر بدهند برای مدت کوتاهی است. این حقیقت را من با بهت‌زدگی تجربه کردم و در نتیجه درست هنگامی که ظاهراً باید از زندگی شگفت‌آوری که ایجاد کرده بودم لذت می بردم، هفته‌ها در حالت افسردگی فرو رفتم. چند ماه پس از انتشار نخستین کتابم به نام نیمه تاریک دنبال کنندگان نور که در صدر فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز جا گرفت، به احساس سرگشتگی و اندوه دچار شدم. نمی دانستم چرا این گونه شدم، به خصوص که همه رویدادهای پیرامونم خوب و خوش بودند. شروع به بررسی زندگیم و همه رویدادهای چند ماه آخر کردم و به آنچه برایتان شرح می دهم رسیدم. من طی 2 سال برای معرفی کتابم بیش از 80,000 کیلومتر سفر کرده بودم. در برنامه های رادیو و تلویزیون حاضر شده بودم. در نمایشگاه ها و کتاب فروشی ها به سخنرانی پرداخته بودم. دوره هایی را برگزار و به هزاران نفر کمک کرده بودم. با
باور من این بود که خدا این مأموریت را به من داده است تا به دیگران کمک کنم و وظیفه دارم که هر طور شده به کسانی که خواهان یا نیازمند این کمک هستند یاری برسانم. اگرچه این کار بسیار رضایت بخش بود و اطمینان داشتم که کار درستی انجام می دهم، اما از آنجا که برای معرفی کارم در سراسر جهان هر روز به شدت تلاش می کردم، بیش از حد خسته شده بودم. البته خیال می کردم که روزی به نتیجه خواهم رسید و آنگاه می توانم آرام بگیرم، کمی استراحت کنم و وقت بیشتری را با فرزند و خانواده‌ام بگذرانم. اما هنگامی که به نتیجه رسیدم و رویایم تحقق پیدا کرد، خسته تر از پیش و کاملا مبهوت بودم، زیرا اکنون این توهم که موفقیت زندگی مرا ساده تر می کند مانند حبابی ترکیده بود. واقعیت زندگیم این بود که اکنون افراد بیشتری مرا می خواستند، مردم بیشتری پرسش، تقاضا و نیاز داشتند و من مجبور بودم با قدرت به لحظه حال گام بگذارم تا بتوانم با وضعیت حاضر روبرو شوم. عاقبت متوجه شدم که آنچه سالها به دنبالش دویده بودم این بود که مهم باشم و بدانم زندگیم اهمیت دارد. اگر زودتر خواسته واقعیم را تشخیص داده بودم، می توانستم هر روز زمانی را به مرور و مزه مزه کردن موفقیت هایم اختصاص دهم. می توانستم دقایقی را برای درک قدرشناسی هایی که مدام مردم به من ابراز می کردن بگذرانم. می توانستم تعداد بیشتری از نامه هایی را که مردم برایم می فرستادن بخوانم و از تغییراتی که آنها در نتیجه خواندن کتاب هایم ایجاد شده بود لذت ببرم. می توانستم روزی یک بار چشمانم را ببندم و از خدا بپرسم آیا زندگیم مهم است، یا از آن ساده تر می توانستم به خواهرم، مادرم، برادرم، خاله یا خویشاوندان دیگر تلفن بزنم و از آنها بپرسم که آیا برایشان مهم هستم یا نه. هر کدام از این کارها به من امکان آن را می داد که ببینم مهم هستم و زندگیم اهمیت دارد. می توانستم به خودم همان چیزی را بدهم که سراسر جهان را به دنبالش سفر کرده بودم. در واقع سرانجام مجبور شدم درست همین کار را انجام دهم. من این داستان را برایتان تعریف کردم زیرا بسیاری از مردم را می شناسم که فکر می کنند اگر کمی موفقیت بیشتر، پول بیشتر، شهرت بیشتر یا هر چیز بیشتر دیگری داشته باشند خوشبختی را خواهند یا. اما این برداشت اصلا واقعیت ندارد. یک خیال و یک توهم است که اگر اجازه دهید شما را می فریبد تا همه لذت لحظه ها را فدای یک وعده پوش در آینده کنید. مراقب باشید که گول نخورید و به دام نیفتید. من به دام افتادم و باید بگویم که بسیار تأسف‌بار بود. من شادی آنچه را که می توانست بهترین اوقات زندگیم باشد از دست دادم. اما خوشبختانه شما می توانید با تجربه و تحلیل خیالاتتان کل این روند را کوتاه کنید و این قدرت را باز یابید که خود را از شادی و آرامشی نامحدود بهره‌مند سازید. فقط کافی است خیال خود را تشخیص دهید و بفهمید که با تحقق آن چه احساسی را تجربه خواهید کرد. آنگاه از خودتان بپرسید اکنون چه می توانم بکنم که همان احساس را داشته باشم. سپس با سخاوت آن احساس را به خودتان ارزانی دارید. خیال چشمار ما را می بندد و اجازه نمی دهد اقدام مناسب را انجام دهیم یا ببینیم که برای بهبود زندگیمان چه می توانیم بکنیم. هنگامی که در خیالات زندگی می کنیم نمی توانیم ببینیم که واقعا چه امکاناتی داریم. زمانی که خیال بافی را کنار می گذاریم، هنگامی که هر دو پای من را با استواری در واقعیت محکم می کنیم،
شروع به یافتن راه‌هایی برای بهبود زندگیمان می‌نماییم که پیشتر در پشت توهم یک روز همه چیز درست می‌شود پنهان بودند. سرگذشت لیزبت نمونه خوبی در این مورد است. با آنکه لیزبت به طور تمام وقت به آموزش خصوصی موسیقی اشتغال داشت، در خیال می‌دید که روزی مورد احترام و توجه قرار گیرد و مانند یک ستاره راک با او رفتار شود. اما نکته خنده‌دار و در ضمن غم‌انگیز این بود که لیزبت حتی نمی‌توانست آواز بخواند. با این همه کاملاً متقاعد شده بود که مشهور بودن موجب می شود مورد ستایش و تحسین قرار گیرد. پس از آنکه به هزینه سنگین خیال بافیش که به آسی تجربه نشاط زندگی را از او رو بوده بود پی برد، تصمیم گرفت که دست از تلاش برای جلب توجه و ستایش دیگران بکشد و هر روز زمانی را به ستایش و تحسین خود اختصاص دهد. لیزبت به جای آنکه هر روز وقت خود را با خیال پردازی درباره کسی که نبود هدر دهد، شروع به یافتن راه‌هایی برای ابراز استعدادهایش در مقام یک مربی کرد. او با این نیت که بهترین سال زندگیش را داشته باشد، به دوستان و همکاران گفت که در جستجوی فرصت‌های بزرگتری در زمینه کاریش است. فقط چند ماه پس از آنکه لیزبت به کنار گذاشتن زندگی خیالی خود و آفرینش یک زندگی بر مبنای واقعیت متعهد شد، از او درخواست کردند که یک فیلم ویدئویی تهیه کند و نقش اصلی را نیز در آن به عهده گیرد. او بدون هیچ تلاشی به توجه و ستایش مطلوب خود دست یافت. لیزبت با کنار گذاشتن خیال بافی قدرت لازم را برای آفرینش یک زندگی مهیج مانند زندگی ستاره‌های راک در زمینه‌ای که توان درخششش در آن را داشت آزاد کرد. همکنون هر کدام از ما می توانیم کارهای بیشماری انجام دهیم تا آنچرا که در جهان بیرون به دنبالش هستیم به خودمان ببخشیم. فقط کافیست خیالاتمان را تشخیص دهیم و به خودمان اعتراف کنیم که منتظر نشسته ایم تا در جهان بیرون اتفاقی رخ دهد تا ما را شاد و سرشار کند. آنگاه می توانیم از خودمان بپرسیم اگر این اتفاق روی دهد چه احساسی به من دست خواهد داد. پس از آنکه متوجه شدیم خواهان چه احساسی هستیم، می توانیم روند بخشیدن آن احساس را به خودمان آغاز کنیم و این گام به راستی زندگی ما را متحول می کند. هنگامی که متعهد می شویم به نیازهایمان رسیدگی کنیم و احساساتی را که آرزو داریم به خودمان ببخشیم، معجزه حقیقی رخ می دهد و می بینیم که هرچه آرزومندش هستیم در دسترس ما قرار دارد. آنگاه خواسته های ما به صورت رویایی دور از دسترس نیست، بلکه واقعیتی است که می توانیم آن را مطالبه کنیم، البته به شرطی که حاضر باشیم کارهای لازم را انجام دهیم و مسئولیت نیازهایمان را بپذیریم. همه ما شنیده ایم که خوشبختی درونی است. این مطلب حقیقت دارد. شما با بررسی خیالات خود یک بار و برای همیشه این توهم را که خوشبختی، شادی و رضایت در همه جا به جز درونتان یافت می شود برطرف خواهید کرد. اقدام کنید. خیالاتتان را بررسی کنید. شرحی از زندگی خیالی مورد نظر خود را که امیدوارید روزی به آن برسید بنویسید. خیالات خود را تجزیه و تحلیل کنید تا تشخیص دهید که امیدوارید با تحقق آنها به چه احساساتی دست یابید. سپس یک کار را مشخص کنید که با انجام دادن روزانه آن بتوانید همان احساسی را که به دنبالش هستید در خودتان به وجود آورید.
خود را متعهد کنید که 100% مسئول آفرینش احساس مطلوبتان باشید. 3. به عظمت گام بگذارید. برای آنکه شور و هیجان بالاترین تجلی خود را تجربه کنید و فراسوی زندگی کنونیتان بروید، برای آنکه سالی برای آنچه اکنون برایتان قابل تصور است بیافرینید، باید تجسمی را در سر بپرورانید و به آن متعهد شوید که از شما بخواهد بزرگترین و بهترین شمای ممکن باشید. هنگامی که عمیقاً در تجسمی روشن، قوی و جذاب از بهترین شما استوار شوید، سطحی از نشاط و سرور را تجربه خواهید کرد که احتمالاً سالهاست احساس نکرده اید. یک تجسم قوی و روشن از بهترین شما این قدرت را دارد که با عبور از مشکلات روزمره که شاید علت گرفتاریتان در موقعیت کنونی باشد، شما را به ورای واقعیت فعلی رهنمون شود. یک تجسم الهام بخش و شوق افزا به شما نیرو می دهد تا از ماجراها و نمایشنامه زندگی روزمره خود بیرون بیایید. این دید شما را یاری می دهد تا گزینه های خارق‌العاده را انتخاب کنید و در نتیجه زندگی فراتر از بلند پروازان ترین رویاهایتان داشته باشید. تجسم و اشتیاق دو روی یک سکه هستند و هیچ کدام از آنها بدون دیگری امکان وجود ندارد. هنگامی که بدون تزلزل در تجسمی قدرتمند درباره آینده خود استوار باشید، نه تنها مشتاق خواهید بود بلکه در زندگی تاب و توان پیگیری آرزوها و دستیابی به خواسته هایتان را خواهید داشت. تجسم کنید 1 سال بعد از امروز این احساس را داشته باشید که در بهترین حالت خود قرار دارید. میدانید که پیش می روید، به اهدافی که از مدتها پیش مورد نظرتان بوده رسیده و همان کسی شده اید که همواره می خواستید. چه بهتر از این؟ سفر به سوی برخورداری از بهترین سال زندگیتان مستلزم آن است که به گذشته خود بنگرید و والاترین تصویری را که تا کنون درباره خود داشته اید به یاد آورید و از نو متعهد شوید که عالی‌ترین کسی که می توانید باشید. حتی هنگامی که زندگی ما عالی هست، دلمان می خواهد بتوانیم در زمینه‌های خاصی بیشتر خودمان را نشان دهیم، به موفقیت بیشتری برسیم و بهتر از این که هستیم باشیم. بیشتر ما گرفتارتر از آن هستیم که به این زمینه‌ها رسیدگی کنیم و در نتیجه آنها را مورد توجه قرار نمی دهیم. اما برای آنکه امسال برجسته‌تر از سال‌های دیگر باشد، باید بخش‌هایی را که در آنها کمتر از حد انتظارمان عمل می‌کنیم بیابیم و متعهد شویم که گام‌های لازم را برای رسیدن به بالاترین حد ممکنمان برداریم. برای این کار هیچ زمانی بهتر از هم‌اکنون نیست. در اواخر دهه نوجوانی و آغاز دهه 20 سالگی بی هدف پرسه می زدم و می خواستم آن کسی باشم که نبودم. حتی مواقعی که موفق می شدم یا برای دستاوردهایم مورد تحسین قرار می گرفتم، باز هم برای بهتر و بیشتر شدن بیتاب بودم و درد می کشیدم. من در آرزوی مدل جدید و تکمیل شده دبی فورد می سوختم. تشنه شهرت بودم و می خواستم مهم و سرشناس باشم. اما هیچ کاری برای رسیدن به چنین موقعیتی نمی کردم. آرزو داشتم متمایز از دیگران باشم، در حالی که درست مانند دیگران رفتار می کردم. دلم می خواست شخص خاصی باشم، کسی که به دلیل کمک‌هایش به جهان فراموش نشدنی باشد.
اما در حال غرق شدن در خودشیفتگی بودم. این آرزو که آن کسی باشم که نبودم هم برایم موهبتی بود و هم مصیبتی. موهبت این بود که هیچگاه از معمولی بودن خود راضی و خرسند نبودم و مصیبت این بود که به شدت به خودم سخت می گرفتم و مدام برای آن که بهتر از آن که بودم باشم با خودم ستیز می کردم. تا آنکه یک روز شنیدم مادرم به دوستش ویکی که مدام خودش را به درد سر می انداخت گفت که او می تواند هر کسی که آرزو دارد باشد. اگرچه مادرم پیوسته همین پیام را به من هم منتقل کرده بود، اما تا آن لحظه متوجه نشده بودم که من هم از همین توانایی برخوردار هستم. در آن روز بسیار گرم فلوریدا، در حالی که در آشپزخانه خانه‌مان در خیابان 46 ایستاده بودم، ناگهان متوجه این نکته شدم که اگر ویکی میتواند هر کسی که آرزو دارد باشد، حتما من هم میتوانم. ناگهان متوجه شدم آن تصاویری که از خودم داشتم و گهگاه از میان روزمرگی های زندگی خود را به من نشان میداد، امکان تحقق دارند. آن روز در خیابان 46 سفر اکتشافی من برای دستیابی به آن کسی که هم بارز آرزو داشتم باشم آغاز شد. سفر من دراز و دشوار، اما در این حال مهیج و موجب گسترش افق فکریم بود. در طی مسیر به این نکته پی بردم تک تک ما این توان را داریم که بخش‌های تازه‌ای در خود بیابیم، آن را تقویت کنیم و آن کسی بشویم که آرزو داریم. این نکته هم برایم الهام بخش بود و هم مرا به شور و شوق می آورد. من مجذور کلام نویسنده و فیلسوف شارل دوبوا شدم که می گفت نکته مهم این است که هر لحظه قادر باشیم آن کسی را که هستیم فدای آن که می توانیم بشویم کنیم. پس از ماها تفکر و تعمق متوجه شدم که شارل دوبوا در واقع همان حرف مادرم را می گوید. بار دیگر آگاه شدم در واقع یکایک ما این انتخاب را داریم که در شخصیتی که ساخته ایم گرفتار بمانیم یا آن را رها کنیم و اجازه دهیم تجلی جدیدی از ما آشکار شود. تا امروز از این واقعیت که انسان‌ها قادر به چنین دگردیسی هستند شگفت زده ام. ما مجبور نیستیم که در جا بزنیم و تا آخر عمر همان ویژگی‌های قدیمی را از خود نشان دهیم، بلکه می‌توانیم متحول شویم و شخصیت‌های والاتر وجودمان را آشکار کنیم. امروز می‌توانم صادقانه بگویم که بی هیچ تردیدی انسان‌ها قادر هستند تغییرات عمده و پایداری در خودشان پدید بیاورند. پس از یک دهه راهنمایی افراد و برگزاری دوره‌های گروهی کشف کردم که اگر نقش‌ها و مقدار توانایی‌هایی را که از اشخاص برای خود تعیین کرده‌اند باور نکنم، می‌توانم به پشت نقاب‌های شخصیتی آنها نفوذ نمایم و ببینم بالاترین تجلی وجودشان چه کسی است. با کمی تلاش می‌توانم بدون توجه به قیافه ظاهری، وضعیت عاطفی، معنوی یا مالی آنها عظمت و توانشان را ببینم. می‌توانم نقاب‌های شخصیتی، ترس‌ها و ناامنی‌های آنها را از طریق رفتارها و اداهایشان ببینم. می‌توانم ببینم که آنها جدا از کوله‌باری که با خود حمل می‌کنند چه کسی هستند. واقعیت انکار ناپذیر این است که زیر تمامی نقاب‌های شخصیتی ما همانی هستیم که آرزو داریم باشیم. تنها کار ما این است که به فراسوی محدودیت‌های خود بنگریم تا بتوانیم به آنچه همکنون هستیم بازگردیم. خب شاید بگویید آن کسی را که هستید دوست دارید و خواهان مدل جدید و تکمیل شده خود نیستید. اما حتما می‌دانید که تمامی موجودات زنده مجبور به رشد هستند، وگرنه از بین می‌روند. خواستن رشد و تعالی در سرشت شما نهفته است.
خواسته روح شما این است که از قید و بندهایی که برای خودتان تعیین کرده اید رها شود. روند نگریستن به فراسوی محدودیت‌هایتان به شما این امکان را می دهد که خودتان را از آن کسی که فکر می کنید هستید رها سازید. اکنون می پرسم آیا به نظر شما ارزش دارد که پس از یک سال تلاش وقتی دستاوردها و وضعیت روحیتان را مشاهده می کنید بگویید به این کسی که هستم دستاوردهایم و وضعیت روحیم عشق می ورزم؟ هنگامی که متعهد می شوید بالاترین تجلی وجودتان را آشکار کنید چنین تجربه ای را می آفرینید. شما قدرت انجام این کار را دارید. با این انتخاب شیوه نگرش خود دیگران و جهان را به کلی دگرگون خواهید کرد. برای آنکه بهترین سال زندگیتان را داشته باشید باید مرتب وجودتان را به روی واقعیت‌های بزرگتر بگشایید و آماده و مشتاق باشید که ویژگی‌های نوینی را در خود پرورش دهید. اگر به آن کسی که همکنون هستید بچسبید و حاضر به جدا شدن از آن نباشید، این فرصت استثنایی را از دست می دهید که با بالاترین تجلی وجودتان دیدار کنید. شما با پرسیدن این سوال‌ها از خود که دلم می خواهد اطرافیانم درباره من چه فکری داشته باشند، دلم می خواهد در مجلس ترحیم من درباره‌ام چه بگویند، متوجه خواهید شد که تجلی والای شما چه ویژگی هایی دارد. سپس ببینید آیا آن ویژگی هایی را که دوست دارید به شما نسبت دهند به گونه خالص و کامل متجلی می کنید. آنگاه می توانید به کارهای بیرونی که مایل هستید امسال به انجام برسانید بنگرید و از خود بپرسید چه کسی می تواند این کار را به راحتی انجام دهد؟ چنین شخصی از چه خصوصیاتی برخوردار است؟ هنگامی که پاسختان را دریافت کنید تصویری از آن کسی که آرزو دارید باشید برایتان آشکار می شود. فرمول کشف شخصی که می خواهید باشید در همین جا نهفته است. درباره زمینه ای از زندگیتان که می خواهید به آن بهبود ببخشید یا چیز تازه‌ای در آن بیافرینید فکر کنید و از خود بپرسید برای دستیابی به این تصویر باید چه ویژگی‌هایی را در خودم پرورش بدهم. اگر عمیق‌ترین آرزوی شما این است که زندگی متعادلی بیافرینید که در آن برای خانواده، تفریح، کار و بازی به اندازه مناسب وقت بگذارید، لازم است که از خود بپرسید چه کسی می تواند به راحتی و بدون تقلا چنین زندگی را بیافریند؟ آیا کسی که آسوده و آرام باشد می تواند؟ آیا یک انسان منضبط می تواند؟ آیا فردی که اولویت‌هایش را بشناسد و حد و مرزهایش مشخص و محکم باشد می تواند؟ اگر تجسم شما این است که در بهترین وضعیت سلامتی قرار بگیرید، از خودتان بپرسید چه کسی به راحتی این وضعیت را می آفریند؟ شاید پاسخ شما کسی که خردمندان انتخاب می کند باشد. آنگاه اگر عمیق‌تر بنگرید و از خودتان بپرسید چه کسی خردمندان انتخاب می کند؟ ممکن است این پاسخ را بگیرید که کسی که برای زندگیش ارزش قائل است و به بدنش احترام می‌گذارد. یا شاید کشف کنید کسی که متعهد یا بر خودش متمرکز است به سادگی می‌تواند به این هدف برسد. هر کدام ما پاسخ متفاوتی برای این پرسش داریم. با مشخص کردن ویژگی هایی که باید برای تجلی جسم خود به دست بیاورید و برداشتن گام های لازم در جهت پرورش آن ویژگی ها خواهید دید که مسیر بهترین سال زندگیتان به روشنی در برابر شما قرار می گیرد
به نمونه‌ای در این باره توجه کنید. سالها پیش یکی از دستیاران من به نام کلیف می‌خواست که مدیر برنامه خوبی شود. او از خود پرسید چه کسی می‌تواند کارها و گردهمایی‌های گروه‌ها را به راحتی برگزار کند و این پاسخ را دریافت کرد. کسی که اعتماد به نفس دارد. خودجوش است و به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کند. برای آنکه کلیف بتواند به هدف خود که یک مدیر برنامه خوب شدن بود برسد، باید دو ویژگی اعتماد به نفس و خودجوشی را در وجودش پرورش می داد. از کلیف پرسیدم چه کارهایی برای تقویت و پرورش این دو ویژگی می تواند انجام دهد. او با تعجب متوجه شد. اولین فکری که به ذهنش میرسد این است که باید در کلاس بداهه‌گویی شرکت کند. این نخستین بار بود که چنین فکری به ذهن کلیف میرسید. او دید که با شرکت در چنین کلاسی هر دو خصلت اعتماد به نفس و خودجوشی را در خود پرورش میدهد. کلیف در کلاس‌های هفتگی یک دانشکده محلی نام نوشت و در مدت بسیار کوتاهی این ویژگی‌ها را که در درونش نهفته بودند آشکار کرد و از همان مهارت‌هایی برخوردار شد که برای تجلی تصویر خود به آنها نیاز داشت. دستیار من در کمتر از یک سال جنبه‌ای از وجود خود را تجربه کرد که اصلاً از آن آگاه نبود و همان گونه که حدس می‌زد اعتماد به نفس و خودجوشی او راه را برایش باز کردند تا همانی که آرزو داشت بشود. دانیل پس از سالها سر و کله زدن باید با بدهکاری و ولخرجی که می‌خواست در امور مالی ثبات پیدا کند. وقتی از او که 10 سال است با هم دوست هستیم پرسیدم چه کسی در مدیریت امور مالی خود متین و باثبات است و کسی که مسئول و مرتب باشد. مسئولیت پذیری و مرتب بودن ویژگی هایی بود که دانیل باید برای دستیابی به تجسم خود پرورش می داد. او وارسی کرد تا ببیند چه کارها یا تمرین هایی کمکش می کند تا در رابطه با امور مالی مسئول و مرتب باشد. و بیدرنگ چند کار به ذهنش رسید. دانیل از مشاوری که در کارهای مالی خود مسئول و مرتب بود وقت گرفت و هر هفته یک جلسه گفتگو با او داشت. آنگاه بدهی‌های کارت اعتباریش را پرداخت و برای ترمیم اعتبار از دست رفته خود برنامه ریزی کرد. سپس با یک حسابدار قرار داد بست تا صورت حساب‌های او را به موقع بپردازد. و درصدی از حقوقش را پسنداز کرد. امروز دانیل با اطمینان می‌گوید که در امور مالی خود مسئول و مرتب است. دوست من در این زمینه زندگی خود همان کسی شده است که همواره آرزو داشت و شادی برآورده شدن رویایش هنوز او را در مسیر آفرینش بهترین سال زندگیش پیش می‌برد. تحقق تجسم شما در رابطه با بهترین سال زندگیتان و آن کسی که همیشه می‌خواستید باشید به هیچ رو دشوارتر از همین روندی که برایتان شهر دادم نیست. فقط نیاز دارید آن جنبه‌های وجودتان را که پیشتر در دسترس شما نبودند آشکار سازید. برای این کار ابتدا مشخص کنید که باید چه کسی بشوید، یعنی باید چه ویژگی هایی را دارا باشید تا تجسم خود را تحقق بخشید و الهام دهنده خودتان باشید. سپس گام های ضروری را برای پرورش آن ویژگی ها در وجودتان بردارید. تصور کنید هر یک از ویژگی هایی که آرزو دارید آشکار سازید جنبه ای از وجود شماست که گرسنه است و نیاز به توجه و مراقبت و
و تغذیه دارد تا رشد و نمو کند و ببالد. اگر با توجه خود این جنبه ها را تغذیه کنید و آگاهانه برگزینید که آنها را ابراز نمایید، شکوفا خواهند شد. برای نمونه اگر دانستن این نکته که واقعا توانا هستید به شما کمک می کند تا آنچه را به عنوان بهترین سال زندگیتان می شناسید بیافرینید، با موفق شدن در انجام کارهایی که معمولا انجام نمی دهید و یادآوری این موفقیت ها به خودتان، آن جنبه وجودتان را تقویت می کنید و به هدف دلخواه نزدیکتر می شوید. اگر به دفعات کافی توانایی نهفته خود را تغذیه و تقویت کنید، به سرعت تواناییتان را در تمامی جنبه های زندگی نشان خواهید داد. از سوی دیگر هر بار موردی را انتخاب می کنید که شما را دچار احساس ناتوانی می سازد، بخش توانایی وجودتان را گرسنه نگه می دارید. در جهت مخالف هدفتان حرکت می کنید و از آن دور می شوید. مهم است بیاد بسپارید برای آنکه این روند مؤثر واقع شود، باید پیوسته ویژگی دلخواهتان را در نظر داشته باشید، وگرنه فراموش خواهد شد. هنگامی که کارهای روزانه شما موجب تقویت ویژگی هایی که آرزو دارید متجلی کنید باشند، خواهید دید که به طور طبیعی به سوی هدف مورد نظر هدایت می شوید. اگر خواهان تجلی مسئولیت هستید، هر بار که آگاهانه انتخاب می کنید و تصمیم می گیرید، هر بار که درنگ می کنید و رفتار غیر مسئولانه خود را مورد بررسی قرار می دهید، در جهت درست پیش رفته اید. راه دیگر برای یافتن ویژگی هایی که شما را به بهترین سال زندگیتان میرساند این است که خصوصیاتی را که به عقیده شما در سال گذشته برایتان مفید نبودند، جنبه‌هایی از شما که مانع رسیدن به اهدافتان بودند یا اجازه نمی‌دادند از خودتان خوشتان بیاید را مشخص کنید. هر خصوصیتی که در سال پیش عامل بازدارنده‌ای برای شما به شمار می‌آمد، مانند ترس، تنبلی، تعلل، احساس ضعف، بی‌اعتمادی یا حرص و آز را تشخیص دهید و آگاهانه انتخاب کنید که ویژگی متضاد آن را در وجودتان پرورش دهید تا امسال بهترین سال زندگیتان شود. اگر فکر می‌کنید نداشتن اعتماد به نفس مانع شما بوده است، اعتماد به نفس را به عنوان خصوصیتی برگزینید که باید هر روز آن را تقویت و تغذیه کنید. اگر خشم شما در روابطتان اختلال ایجاد کرده است، ببینید برای شما نقطه مقابل خشم چیست؟ شاید توجه، مهربانی یا احساس همدلی باشد. خودتان را متعهد کنید که هر روز فقط یک کار برای تقویت این ویژگی انجام دهید. آنگاه طی چند هفته خواهید دید که انتخاب‌های شما متفاوت می‌شوند، به نتایج دیگری می‌رسید و زندگی می‌آفرینید که هماهنگ با همان کسی است که آرزو دارید باشید، نه آنکه در گذشته بوده اید. این روند جذاب و هیجان انگیز این قدرت را به شما می‌دهد که اختیار ایجاد بهترین سال زندگیتان را در دست بگیرید. دیگر هیچگاه به کسی که مورد تحسین شماست نمی نگرید و بگویید ای کاش قدرت، شهامت یا جاذبه او را داشتم، بلکه می توانید انتخاب کنید که همان ویژگی ها را در وجود خودتان پرورش دهید. مهم است درک کنید ویژگی هایی را که در دیگران می بینید یا آرزو دارید داشته باشید، همکنون در شما وجود دارند، اما مانند خورشید پشت ابر پنهان هستم. اگرچه نمیتوان خورشید را در پشت ابر دید یا گرمای آن را حس کرد، اما میدانیم که وجود دارد. اگر به اندازه کافی صبر کنید، ابرها میگذرند و شما قادر خواهید بود که بار دیگر خورشید را ببینید. همین مورد نیز برای هر خصوصیتی که میخواهید
داشته باشید یا ابراز کنید صدق می کند. این ویژگی ها همه در شما وجود دارند، اما اغلب در پس ابرهای انکار یا رفتاری خاص یا این اعتماد که شما فاقد این خصایر هستید نهفته می مانند. اگر خصوصیات مورد نظرتان را بیابید و خود را متعهد کنید که این گنج های نهانی را آشکار سازید، به قول مولوی معبود خود می شوید و بی زحمت به خواسته هایتان می رسید. رویایی که امسال برای خود دارید باید شما را روشن کند، به وجد آورد و الهام بخشتان باشد تا بهترین شما را متجلی سازد. تأثیر چنین رویایی این است که فروغ چشمانتان را بازگرداند و تجربه های روزانه شما را پرشور و شوق کند. پس از لحظه درنگ تصویری از خود را مجسم نمایید که شما را به شوق بیاورد، به حرکت وادارد و الهام بخشتان باشد تا هر روز، هر هفته و هر ماه امسال را برای خود به بهترین اوقات تبدیل کنید. چه رویدادی در 12 ماه آتی باید رخ دهد که به شما این احساس را ببخشد که در پایان سال بخواهید بیستید و فریاد بکشید زندگیم عالی است، یک سال دیگر مثل همین میخواهم. برای آفرینش چنین سالی شما باید چه کسی باشید؟ اقدام کنید، به عظمت گام بگذارید. امسال را به عنوان بهترین سال زندگیتان مجسم کنید. درباره این تصویر بیندیشید و سپس از خود بپرسید چه کسی میتواند به راحتی این تصویر را متجلی کند. دو ویژگی را که لازم است در وجودتان پرورش دهید تا بتوانید به راحتی این تجسم را تحقق بخشید مشخص نمایید. وارسی کنید و ببینید کدام رفتارها و کارهای روزانه شما این دو خصوصیتی را که تعیین کرده اید در وجودتان تقویت می کند. هر روز، هر هفته و هر ماه می توانید چه کارهایی انجام دهید تا به تجلی تمام و کمال این ویژگی ها در زندگی شما بیانجامد. می توانید برای برنامه ریزی دقیق تر از یک برگه پیشرفت کار استفاده کنید. برنامه ریزی کنید. دستاوردهای چشمگیر همواره در پی تمرین‌های دقیق و پیگیر می‌آیند. 4. یک لوح پاک. هر دستاورد بزرگی با یک برنامه ریزی آغاز می‌شود. اما پیش از شروع برنامه ریزی برای بهترین سال زندگیتان، باید ابتدا به گذشته و سالهای پیش بنگرید و تمامی موانعی را که در راهتان باقی مانده است بررسی کنید. می توانید این روند را به عنوان نوعی آماده سازی یا پاک کردن لوح در نظر بگیرید. همه ما می دانیم که اگر پیش از کاشتن بذر خاک را کوت ندهیم و آماده نکنیم، گل و گیاهی نمی روید. یا اگر خانه قدیمی را خراب نکنیم و آوار را از آنجا نبریم، نمی توانیم شالوده نوینی بریزیم و خانه جدیدی بسازیم. تمامی ما این گفته را هزاران بار شنیده ایم. کهنه باید برود تا برای نو جا باز شود. هیچ چیزی برای یکایک ما مهمتر از آن نیست که مدام هر روز، هر ماه و هر سال رویدادهای گذشته و همه کارهای ناتمام خود را به پایان برسانیم. پس از این همه سال راهنمایی افراد به سوی ایجاد زندگی موفق، می توانم با قطعیت این نتیجه را بیان کنم: اگر کسی از زندگی که دوست دارد بهره‌مند نیست، اگر الگوهای پیشین او مدام تکرار و آشکار می گردد، اگر پیوسته از مسیر پیشرفت منحرف می شود، فقط کافیست با دقت بنگرد و ببیند که انبوهی از کارهای ناتمام دارد. آنگاه اگر چنین کسی مشتاقانه به گذشته برود
و کارهای ناتمام خود را به پایان برساند، به سادگی خواهد توانست راه زندگیش را تغییر دهد و در مسیر دلخواه حرکت نماید. به انجام رساندن کارها راه رساندن گذشته به آینده است. به پایان رساندن کارها به ما کمک می کند تا شالوده محکم و استوار برای بنای آینده الهام بخش بسازیم. برای بستن پرونده گذشته باید با یکایک رویدادها، کارها و کسانی که در زندگی ما بودند به سرانجام برسیم. ما نمی توانیم یک زندگی جدید و استثنایی را بر مبنای گذشته‌ای مملو از کارهای ناتمام، روابط ناموفق، توافق‌های نقض شده و مسائل حل نشده بنا کنیم. اگر می خواهیم بدون به سرانجام رساندن گذشته پیش برویم، بهتر است به این واقعیت تن در دهیم که آینده‌ای همچون گذشته ایجاد خواهیم کرد. اغلب ما از بی‌تفاوتی و کنارگیری شدیدی که درست زیر لایه رویی آگاهی ما فعال است آگاه نیستیم. شاید صدای یأس هر کدام از ما کمی متفاوت با یکدیگر باشد، اما معمولاً چنین لحنی دارد: چرا خودم را اذیت می کنم؟ امکان ندارد بشود. شرایط لازم را ندارم. خیلی سخت است. وقت ندارم. نمی توانم از عهده این کارها برایم. لیاقت آن را ندارم. وقتی در جایی که امیدوار بودیم موفق شویم ناکام می مانیم، زمانی که زندگی روزانه ما به آنچه تصور می کنیم امکان دارد شبیه نیست، وقتی که اهدافمان تحقق نیافتند، امید ما به یک زندگی عالی ذره ذره می میرد. حواس ما بی جان می شود و به تدریج در باره آینده بی تفاوت و دل مرده می شویم. از آنجا که بیشتر ما از این واقعیت آگاه نیستیم یا نمی دانیم با آن چه کنیم، می کوشیم بی تفاوتی من را بپوشانیم و بر پوچی موجود درونمان سرپوش بگذاریم و ساعتها وقت و بیشتر توجهمان را صرف همین تقلا می کنیم. به جای آنکه با گذشته خود به آشتی برسیم، اعتیادهایی پیدا می کنیم، ماجراهایی می آفرینیم و حوادث ناراحت کننده ای را به سوی خود جلب می کنیم تا مرکز توجهمان را تغییر دهیم و از احساسات دردناک ناشی از عدم ابراز توانایی های بالقوه من اجتناب نماییم. بیتفاوتی و کنارگیری به شکل های گوناگونی ظاهر می شود. این واکنش می تواند خود را به شکل بدبینی و بیعتمادی، تمسخر یا ناامیدی نشان دهد، یا ممکن است حالت افسردگی، اندوه، تنهایی یا پوچ بودن شما بدهد. اگر واکنش کنارگیری و بیتفاوتی خود را بررسی نکنیم، مسائل واقعی جاری من را می پوشاند و ما را از تحقق والاترین تجسمی که در باره زندگی من داریم منحرف می سازد. برای آنکه دل مردگی های من را رفع کنیم و وجود من را در برابر امکان آینده هیجان انگیز بگشاییم، ابتدا باید سفر کوتاهی به گذشته داشته باشیم و مشتاقانه از روش‌های مایوس کردن خود و دیگران پرده برداریم. باید ببینیم چگونه خود را تخریب کرده ایم و تلاش برای پیشروی را به بن‌بست کشانده ایم. در این روند باید به تمامی دفعاتی که گنگ و مبهم، غیر متمرکز یا بی انضباط بوده ایم اعتراف نماییم. باید ببینیم چه بحرانهای عاطفی و زخمهایی را از گذشته با خود حمل می کنیم و آماده رهاسازی آنها باشیم. بیشتر ما سعی می کنیم که اشتباهات،
تأسف‌ها و بدبیاری‌های خود را به فراموشی بسپاریم بی آنکه سرانجامی به آنها بدهیم. اما پایان دادن گام مهمی است و اگر به راستی در پی آن هستیم که گذشته را پشت سر و در جای خود بگذاریم، نمی توانیم از این اقدام صرف نظر نماییم. باید درک کنیم که اگر قرار بود گذشته من را هر روز با خود هم کنیم، به آن حال می گفتند نه گذشته. بیشتر ما به خوبی این نکته را می دانیم، اما به دلیلی چنان احساس وابستگی به رویدادهای دیروز داریم که رها کردن آنها برای من دشوار است. شاید این احساس وابستگی به آن دلیل باشد که در آرزوی راه حلی به شکل جبران خسارت و عذرخواهی یا یک نتیجه دیگر هستیم و به این ترتیب به جای گذاشتن و گذشتن انتخاب می کنیم که به آزردگی های من بچسبیم و حاضر نیستیم از آنچه به عقیده خود مستحقش بودیم دست برداریم. البته مشکل چنین برخوردی این است که اگر برای پایان دادن به مسئله من به شخص دیگری نیاز داشته باشیم، به احتمال زیاد هرگز به آن دست نمی‌یابیم. نمی‌توانیم مطمئن باشیم که کسی دیگر کار ما را به سرانجام برساند. باید به پایان بردن کارهای من را خود به عهده بگیریم، طلب کنیم و به خودمان بدهیم. اگر بر حسب تصادف کسی از گذشته من ظاهر شود و آنچه را انتظار داشتیم به ما بدهد چه بهتر. اما اگر قرار است 100% مسئول و پاسخگوی زندگی خود باشیم، باید راهی برای سرانجام دادن به خود بیابیم تا بتوانیم پیش برویم. به پایان رساندن کارها به ما کمک می کند تا گذشته خود را درمان کنیم و به خودمان به صلح برسیم. به سرانجام رساندن مترادف با آزادی است. با مشاهده خردسالانی که هنوز ناراحتی های فراوانی را در زندگی تجربه نکردند، به سادگی می توان به این نکته پی برد. اگر یک کودک خردسال را تماشا کنید، انسانی خندان، پر جنب و جوش و با نشاط را خواهید دید و متوجه می شوید که کودکان عصبانی می شوند، اما پس از ابراز خشم به سادگی این احساس را رها می کنند. بیشتر کودکان می توانند به راحتی دیروز را رها کنند و بدون ناراحتی امروز را تجربه کنند. اغلب به اوقات آنها حتی نمی توانند آزردگی های روز گذشته خود را به یاد آورند، زیرا احساسی را در وجودشان انباشته نمی کنند. ناراحت شدن و فراموش کردن بخشی از زندگی آنهاست. اما اگر کودکانی را مشاهده کنید که پیش آمدهای تلخ بسیاری را تجربه کرده اند، رد پای گذشته را بر چهره آنها خواهید دید. چشمان این بچه ها تا حدودی درخشش طبیعی را که در کودکان سالم و بانشاد می‌بینیم از دست داده است و نگاهشان سنگینی خاصی دارد. اگر آنها را برنجانید، نمی‌توانند به سرعت کودکی که هرگز آسیب ندیده است فراموش کنند. اگر آنها نتوانند مصائبی را که در گذشته برایشان رخ داده و به آنها آزار رسانده است به طریقی حل کنند، به احتمال زیاد درد آن رویدادها را با خود به آینده خواهند برد. این نکته در مورد تمامی ما صدق می کند. چسبیدن به گذشته را می توان به جمع‌آوری روزنامه از 5، 10، 20 یا 30 سال گذشته تشبیه کرد. آیا شما آگاهانه بر می گزینید که هر داستان ناراحت کننده ای را دوباره بخوانید و در قالب تازه تکرار کنید؟ یا روزنامه های کهنه را هر روز با خود هم نمایید؟ آیا حاضر هستید این کاغذ ها را از اینجا به آنجا، از این شغل به آن شغل و از این رابطه به آن رابطه ببرید؟ آیا این روزنامه ها را همراهتان به تعطیلات و شب نشینی ها میبرید؟ اگرچه بسیاری از ما از این مسئله آگاه نیستیم که ناراحتی ها، تنفر ها و تأسف های من را هر روز با خود حمل میکنیم و رویدادهای گذشته را
بدون سرانجام رها کردیم تا به عفونت و عقده تبدیل شوند، اما به هر حال با این کار همان اندازه انرژی و امکانات را از دست می دهیم که با حمل یک کوله روزنامه قدیمی برای حرکت به جلو لازم است تشخیص دهیم که چه ها با خود حمل می کنیم و آماده رها کردن آنها باشیم. ما باید متحد به یافتن سرانجام شویم. اگر پرونده رویدادهای ناراحت کننده گذشته را در فکرمان نبندیم و به علت حمل آنها همچنان احساس تنفر، پشیمانی یا گناه داشته باشیم، تردیدی نیست که هرچه از گذشته ناتمام مانده است به آینده ما نشت می کند و به احتمال خیلی زیاد بهترین برنامه های من را به هم می ریزد. چگونه؟ به این ترتیب که وقتی عواطف منفی مانند رنجش، پشیمانی و احساس گناه در سر داریم، در انرژی منفی تجارب حل نشده گرفتار می مانیم. آنگاه ناآگاهانه به سوی شرایط و کسانی که اجزایی از گذشته حل نشده ما را نمایش می دهند جلب می شویم و عواطف ناخوشایند درونمان را تحریک و بیدار می کنیم. این وضعیت در فیلم روز موشخورما نشان داده شده است. شخصیت اصلی فیلم روز موشخورما مجبور بود یک روز بعد را بارها و بارها تجربه کند تا آنکه سرانجام نگرش و برخورد خود را دگرگون کرد. آزردگی هایش را رها ساخت و اجازه داد که رویدادهای خوب پیش بیاید. ما ناآگاهانه تجارب نامطلوب مشابه را به وجود می آوریم و به این ترتیب برای اصلاح، درمان، آشتی یا کامل کردن موارد ناتمام به خودمان فرصت می دهیم. طبیعت به این شیوه عمل می کند. فقط هنگامی می توانیم موانع قدرتمند سر راه را برداریم که کارهای لازم برای رهایی از عواطف ناکامل گذشته را انجام دهیم. هنگامی که لوح ذهن ما پاک باشد، قادر هستیم بی هیچ دردسری برای بهترین زندگیمان برنامه ریزی کنیم. کارهای ناتمام. موارد ناتمام عینی مانند بی‌نظمی، کارهای نیمه انجام شده و هر گونه برنامه یا مورد ناکامل دیگر مانع از آن می شوند که ما لوح پاکی داشته باشیم که بر آن آنچرا می خواهیم بیافرینیم. آنها ما را از نظر جسمی، معنوی، عاطفی و ذهنی سنگین می کنند و شور و شادی زندگی را از ما می رو بایند. موارد ناتمام به شکل پرونده های قدیمی، وزن اضافی، لباس هایی که اندازه ما نیستند، انبارهای پر از جعبه و وسایلی که از کار افتادند و به هیچ دردی نمی‌خورند در جهان بیرونی ما خود را نشان می‌دهند. هنگامی که زندگی ما مملو از موارد ناتمام است، چه از نظر وجود آنها آگاه باشیم و چه نباشیم، به هر حال موجب پراکندگی انرژی و تمرکز ذهنی ما می‌شوند. آنگاه درباره وضعیت کارها و روابط خود احساس بیتفاوتی و یأس می کنیم و انجام برنامه ها و کارهایی را که به راستی مهم هستند به تعویق می اندازیم. اگر می خواهیم آینده قدرتمند بسازیم که شباهتی به گذشته ما نداشته باشد، باید موارد ناتمام و ناقص خود را رفع کنیم تا بتوانیم به روشنی ببینیم و با قدرت پیش برویم. هر کدام از موارد ناتمام را به شکل یک زالو ببینید. تجسم کنید که هر یک از آنها بر عضوی از بدنتان قرار دارد و عزت نفس، احساس ارزشمندی، انگیزه، شور و شوق و اعتماد به نفس شما را می‌مکد. اگر می توانستید هر یک از این زالوها را ببینید، آیا حاضر نبودید هر کاری را برای دور کردن آنها از بدن خود انجام دهید؟ اگر می دانستید که آنها در وجودتان لانه کردن و
و بی سر و صدا به مکیدن آرامش خاطر شما مشغول هستند وحشت زده نمی شدید؟ فکر نمی کنم حتی یک دقیقه بی تفاوت می استادید و اجازه می دادید که این زالوها وجودتان را بمکند. می دانم تصویر چندان خوشایندی نیست، اما چه بپذیرید و چه نپذیرید واقعی است. کامل کردن تمامی برنامه ها، کارها و روابط گذشته راهی برای خلاص کردن خود از این انگل های پنهان است که انرژی شما را تخلیه و دیدتان را تار می کنند. کامل کردن هدیه ایست که شما به خودتان می دهید. به این ترتیب می توانید به گذشته نظم ببخشید، هر چیزی را در جای خود بگذارید و آنها را کاملا ترک کنید. به یاد یکی از دستیارانم به نام تونی افتادم که سالها در تلاش بود تا در کسب و کارش موفق شود. ظاهراً هر قدر می کوشید یا هر اندازه به خدماتی که می داد معتقد بود، باز هم به سختی می توانست درآمد بخور و نمیری داشته باشد. یک روز از او پرسیدم که چه مورد حل نشده‌ای از گذشته ممکن است مانع موفقیت و به نتیجه رسیدن تلاش و کوشش کنونیش شود. تونی گفت که قبلا هم در کار شکست خورده است. سالها پیش پس از آنکه دوستان و اقوام خود را متقاعد کرده بود که برای شروع کاری نزد او سرمایه گذاری کنند، در آن کار ضرر کرده بود و همه پولشان را از دست داده بودند. اگرچه تونی به سرعت خود را جمع جور کرده و به زندگی ادامه داده بود، اما هیچگاه از آنهایی که سرمایه گذاری کرده و پولشان را از دست داده بودند عذرخواهی نکرده بود. او متوجه شد که به سرانجام نرساندن این رویداد همواره همچون شبحی در تعقیبش بوده و اعتماد به نفس و حس ارزشمندی او را تضعیف کرده بود. تونی فهمید که گذشتش را با خود حمل می کند و به حال حاضر می آورد. بنابراین برای بستن پرونده آن رویداد، اسامی همه کسانی را که باید از آنها عذرخواهی می کرد نوشت و شجاعانه از یکایک آن افراد دلجویی کرد. در ماه‌های بعد دستیار من و کارش جان تازهی گرفتند و به او و او به موفقیت دست یافت. هنگامی که با گذشته خود به صلح می رسیم چنین می شود. زمانی که پرونده گذشته را می بندید، احساس خوشنودی عمیقی را تجربه می کنید. در حالی که انرژی قدرتمندی را که در کار ناتمامتان محبوس شده است رها می کنید، به طور طبیعی به آمادگی و اشتیاق آفرینش یک زندگی فراتر از آنچه می شناختید دست می یابید. آنگاه می توانید با انرژی هیجان و دیدی تازه پیش بروید. زمانی که گذشته سرانجام می یابد، بینشی جدید برای آینده شما آشکار می شود و با وضوحی نویافته دقیقا می بینید که چه چیزی برایتان ممکن است. با بستن پرونده گذشته آماده می شوید تا به آینده گام بگذارید. برای آنکه بهترین سال زندگی من را داشته باشیم، سالی که به کلی برای واقعیت جامعه ما باشد، باید گذشته را پاک و برای موارد تازه جا باز کنیم. نمی توانیم در جایی که همکنون گیاهی وجود دارد بذری بکاریم و انتظار رشد و نمو به آن را داشته باشیم. برای زراعت در زمین آگاهیمان، برای آنکه ذهنمان را آماده کشت کنیم، باید گیاهان خشکیده را از ریشه درآوریم. بستن در به روی گذشته زیربنای آینده‌ای نو و درخشان و امکان گشایش درهای جدید را به روی ما به وجود می‌آورد. این کار عمیقاً ما را در صداقت و اصالت وجودمان پابرجا می کند و قدرتمندانه در لحظه حال استوار می دارد. اقدام کنید یک لوح پاک ایجاد کنید. همه برنامه ها، کارها و روابط حل نشده ای را که شما را به گذشته بستند
و اجازه نمی دهند بالاترین وجودتان را متجلی کنید بنویسید. تعیین کنید که برای سرانجام دادن به هر مورد ناکامل گذشته چه کارهایی باید انجام دهید. تجسم کنید برخورداری از یک لوح پاک که بتواند زیربنای بهترین سال زندگیتان شود چقدر لذت بخش است. 5. از مناطق بیشیرینی دوری کنید. در سفر به سوی بهترین سال زندگی موانعی در راه ظاهر خواهند شد. در این جاده به بن‌بست های دست کننده برخورد می کنیم و وسوسه های جذاب ما را از مسیر رسیدن به رویاهایمان منحرف می کنند. برای تضمین آنکه امسال بهترین سالی که تا کنون داشته ایم باشد، باید یاد بگیریم چگونه از این دام ها که در گذشته مانع پیشروی ما بودند دوری کنیم. باید از الگوهای عادتی و رفتارهایی که برای من مفید نیستند، مانند افکار، عادات، بهانه‌ها و کردارهایی که مانع از آن می شوند تا بهترین سال زندگی من را داشته باشیم، کاملا دور بمانیم. من این بیراهه های اقواگر را مناطق بیشیرینی می نامم. زیرا اگر در این مسیرهای آشنا پیش برویم، از تحقق رویاهایمان همان اندازه دور می‌مانیم که همکنون هستیم. این رفتارها راه گریز و شانه خالی کردن است، اگرچه اغلب به نظر می‌رسد که آنها کوتاه‌ترین راه رسیدن به حل مسئله یا خوشنودی هستند، اما همان گونه که خیلی زود می‌یابید نه ما را به جایی می‌رسانند و نه شیرینی در بر دارند. به بیان دیگر در انتهای این راه‌های اقواگر از شیرینی برخوردار نمی‌شوید. سال‌ها پیش به شعر عالی و پرمعنا و در ضمن کوتاهی از پرشیا نلسون برخورد کردم که به خوبی نشان می‌دهد چگونه مناطق بی‌شیرینی ما را به تکرار همان رفتارهای قدیمی وادار می‌کنند. این شعر را با هم بخوانیم. بخش 1. در خیابان قدم میزنم، گودالی عمیق پیش پای من است، در آن میافتم، از دست رفتم، بیچاره ام، تقصیر من نیست، یافتن برون رفت تا ابد طول میکشد. بخش 2. در همان خیابان قدم میزنم، گودالی عمیق پیش پای من است، وانمود میکنم که نمیبینمش، دوباره در آن میافتم، باورم نمی شود که در همان جای قبلی هستم، اما تقصیر من نیست، باز هم زمانی طولانی می کشد تا از آن درآیم. بخش 3. در همان خیابان قدم می زنم، گودالی عمیق پیش پای من است، می بینمش که آنجاست، باز هم در آن می افتم، عادتم شده است، چشمانم باز هستند، می دانم کجا هستم، تقصیر خودم هست، بیدرنگ بیرون می آیم. بخش 4. در همان خیابان قدم می زنم، گودالی عمیق پیش پای من است، آن را دور می زنم. بخش 5. در خیابان دیگری قدم می زنم. مناطق بیشیرینی به گودال مسیر پرشیانرسون شبیه هستند. آنها اغلب به شکل گزینه‌های کوچک و بی‌ضرری به نظر می‌رسند، مانند خوردن یک شیرینی در روز سوم رژیم، خریدن 4 سی‌دی جدید در حالی که با آن پول می‌توانید قرضتان را پس بدهید، غیبت کردن با همکار در زمانی که می‌توانید از آن فرصت برای عالی‌تر انجام دادن وظایف شغلی‌تان استفاده کنید، عقب انداختن تسویه صورت حساب‌ها اگرچه می‌دانید جریمه و مجبور به پرداخت پول بیشتری می‌شوید. هرچند مناطق بیشیرینی برای هر کدام از ما شکل خاصی به خود می‌گیرند، اما همگی این مورد مشترک را دارند که همچون موریانه زیربنای عالی‌ترین زندگی‌مان را می‌خورند و از بین می‌برند. مناطق بیشیرینی گودارهایی هستند
که در راه رسیدن به بهترین سال زندگیمان کنده شدند. حتی اگر از وجود آنها آگاه باشیم، باز هم ما را تحت تسلط خود دارند و با آنکه اعلام کرده ایم دوباره در همان سوراخ نخواهیم افتاد، باز هم ما را به درون می کشند. مناطق بیشیرینی عزت و نفس و اعتماد به نفس ما را تحلیل می برند و انرژی حیاتی لازم برای ایجاد بهترین سال را از ما می رو بایند. هنگامی که انرژی ارزشمند خود را صرف پیمودن راه هایی می کنیم که ما را به جایی نمی رسانند، نمی توانیم بیش از آنچه تا کنون داشته ایم از زندگی بخواهیم. مناطق بیشیرینی ما را در پیش پا افتادگی و معمولی بودن نگاه می دارد و تضمین می کند که در همان جا که هستیم گرفتار باقی بمانیم. بیشتر ما درباره مخرب بودن برخی رفتارهایمان به خودمان دروغ می گوییم. علت آن است که خود ویرانگرترین رفتارهایمان معمولاً در انکاری شدید و عمیق پیچیده شده اند. ما پیامدهای کارهایمان را انکار می کنیم. خودمان را گول می زنیم و به خود می قبولانیم که اگر به پیشروی در همین مسیر بی ثمر ادامه دهیم، بالاخره به نتیجه‌ای که می خواهیم می رسیم. انکارمان به ما می گوید یک دفعه دیگر هم می توانم جان سالم به در ببرم، و یا هیچ کس نخواهد فهمید، و یا مجبور نیستم الان با این مسئله روبرو شوم، و یا به هر حال رسیدن به آنچه که می خواستم واقعا هم برایم مهم نیست. هنگامی که متوجه می شوید در مسیری هستید که بارها پیش از این بوده اید و به نتیجه‌ای نرسیده اید، می دانید که در منطقه بیشیرینی هستید. حتی در همان حال که پیش می روید می دانید که این حرکت شما را به جایی نمی رساند. شما می توانید منطقه بیشیرینی را از آنجا تشخیص دهید که بارها با آن رفتار خود را فریب دادید و دیگر برایتان آشناست. منطقه بیشیرینی می تواند بسیار کم‌آزار باشد. برای نمونه وقتی انتظار دارید فرزند نوجوانتان بدون آنکه شما از او بخواهید کیسه زباله را بیرون ببرد، یا می تواند به شکل خوردن دومین بشقاب غذا ظاهر شود. می تواند به این شکل باشد که تا لحظه آخر برای تمدید بیمه اتومبیل خود صبر کنید، یا به جلسه دیر برسید زیرا سعی کردید یک کار دیگر از فهرست کارهایتان را هم انجام بدهید. مهم نیست که این گودار چقدر بزرگ یا کوچک به نظر می رسد. اگر احساس عالی بودن زندگی را از شما می گیرد، وقت آن است که آن را کنار بزنید. آرزوی سارا که دو فرزند داشت این بود که آرام و با اعتماد به نفس باشد. اما در بیشتر مواقع احساس فشار، نگرانی و استراب داشت. وقتی به سارا این تمرین را دادم که مناطق بیشیرینی روزانش را مشاهده کند، یعنی کارهایی را که اعتماد به نفس و آرامش خاطر را از او می‌گیرند ببیند، متوجه نکته‌ای شد که پیش از آن هرگز ندیده بود. انجام دادن چند کار همزمان با هم که قبلاً فکر می‌کرد کارایی او را بالا می‌برد، در واقع مانع بروز احساساتی می‌شد که آرزو داشت. از سارا خواستم تا یکایک رفتارهای ویرانگر خود را بنویسد و توجه کند که هر یک چه هزینه‌ای بابت آرامش خیال برای او دارد. به نوشته او توجه کنید. 1. هنگام خرید با تلفن حرف می زنم و در نتیجه این کار نگران و پریشان می شدم، چون معمولاً یا مکالمه ام ناتمام می ماند یا فراموش می کنم بعضی چیزها را بخرم. 2. کارهایی را که باید انجام دهم با چنان سرعتی به پایان می رسانم که بعداً از انجام آنها مطمئن نیستم و دوباره باید آنها را بررسی کنم. این رفتار مرا از خودم نامطمئن می کند و به من احساس ناامنی می دهد. 3.
سعی میکنم تلفن‌های کاریم را زمانی بزنم که بچه‌ها را از مدرسه برمی‌دارم. اگر آنها بخواهند حین مکالمات تلفنی من ماجراهای روزشان را برایم تعریف کنند، اغلب بد اخلاق و بی‌صبر می‌شوم. اگرچه در آن لحظه فکر می‌کنم که لازم است یک کار بیشتر را انجام دهم، اما همیشه پس از مدتی از رفتارم متاسف می‌شوم. یک نگاه به نوشته سارا روشن می‌کند که مناطق بی‌شیرینی او زندگیش را در جهت مخالف مقصد دلخواهش پیش می‌برد. سالهای بسیاری به این مسئله فکر کردم که چرا با وجود آنکه مردم عمیقاً آرزوی تغییر و تحول دارند، پیوسته همان گزینه‌هایی را در زندگی انتخاب می‌کنند که اختیار را از آنها می‌گیرد و مانع از آن می‌شود که به اهداف و خواسته‌هایشان برسند. پس از سالها راهنمایی هزاران انسان بی‌نظیر، به این نکته پی بردم که ما به دیدار از مناطق بیشیرینی خود ادامه می دهیم، زیرا در سطحی از وجودمان از تغییر می ترسیم. ما می ترسیم رشد کنیم یا می ترسیم که شکست بخوریم. بیشتر ما حتی اگر از موقعیت خود شاکی باشیم، ترجیح می دهیم در همان جایی که هستیم باقی بمانیم تا آنکه به دنبال طلا برویم و موفق نشویم. بنابراین به فرو افتادن در گودال تمثیلی که برای من بسیار آشناست ادامه می دهیم، زیرا ترجیح می دهیم در جایی باشیم که برای من شناخته شده و در نتیجه تا حدودی امن است، اگرچه ممکن است ادعا کنیم که زندگی بهتر، پربارتر و رضایت بخشتری می خواهیم، اما به همان چیزهایی میچسبیم که برای ما نتیجه نداشتند. ما بهانه پشت بهانه میآوریم و توضیح میدهیم که چرا زندگی دلخواه را نداریم و چرا رویاهایمان تحقق نیافتند. اغلب آن مناطق بیشیرینی ما را نابیناتر میکنند که هر روز درگیرشان هستیم، شاید حتی متوجه آنها نباشیم، زیرا با رفتارهای روزانه ما در هم آمیختند. برای آنکه اختیار انتخاب را در زمینه‌هایی که کورکورانه تسلیم هوس‌های ابتداییمان می‌شویم باز پس بگیریم، باید گزینه‌ها، رفتارها، افکار، بهانه‌ها و باورهایی را که پیوسته ما را به همان مخمصه‌ها می‌اندازند تشخیص دهیم. اگرچه شاید آنها در نگاه اول رضایت بخش به نظر برسند، در نهایت برای ما هیچ ثمری ندارند. با زدن برچسب مناطق بیشیرینی به این انتخاب‌ها، از پیامدهای کارهایمان آگاهی بیشتری پیدا می‌کنیم. آنگاه هنگامی که متوجه می‌شویم نزدیک است به منطقه بیشیرینی گام بگذاریم، می توانیم گزینه دیگری را انتخاب کنیم که قدرت بخشتر می باشد. درست همان گونه که اگر در سطح شهر ببینیم عبور از خیابانی ممنوع است، از خیابان دیگری می رویم. منطقه بیشیرینی شماره 1، عذر و بهانه ها. احتمالاً عذر و بهانه ها بزرگترین منطقه بیشیرینی هستند، زیرا هرگز ما را به مقصد نمی رسانند و به بن‌بست ختم می شوند. عذر و بهانه از مسئول بودن ما جلوگیری می کند و مانع از آن می شود که در قدرتمان استقرار یابیم. بهانه ها ما را ناتوان و قربانی شرایط می کنند. عذر آوردن دعوتی به مقصر شمردن دیگران است. دعوت به این که انگشتانمان را به سوی هر کس دیگری غیر از خودمان نشانه برویم. بهانه تراشی یعنی آسان گرفتن، با ارفاق نگریستن یا ندیده گرفتن و بخشیدن. پس از شما می پرسم، اگر امسال نتوانید حتی یک عذر و بهانه بیاورید چه می شود؟ اگر به عنوان بخشی از تعهد خود به آفرینش بهترین سال زندگی را انتخاب کنید
که حتی مورد علاقه ترین و موجه ترین بهانه هایتان را کنار بگذارید چه می شود؟ اگر هیچ کس جز خودتان مسئول و پاسخگوی چگونگی امسال شما نباشد چه می شود؟ همان گونه که می دانید بهانه های فراوان و بیشماری وجود دارند که چرا نمی توانید یا نمی خواهید یا نباید امسال را بهترین سال زندگیتان تبدیل کنید. عذر آوردن و بهانه جویی کار خود به خودی است و به هیچ تفکر و خلاقیتی نیاز ندارد. بسیاری از ما چنان به بهانه های من خو گرفته ایم که حتی متوجه نیستیم که آنها عذر و بهانه‌ای بیش نیستند. آنها خود را به شکل حقیقت زندگی من به ما نشان می دهند. اما این واقعیت را از من بشنوید. بهانه‌ها حقیقت ندارند. تمامی ما این عذر و بهانه‌ها را داریم. تمامی ما از این ابزار استفاده می‌کنیم و تمامی ما وانمود می‌نماییم به علت آنهاست که ناتوان شده‌ایم. اما اگر قرار است بهترین سال زندگیمان را داشته باشیم، باید همه بهانه‌هایی را که تا کنون به کار می بردیم کنار بگذاریم. باید این پرسش بنیادین را از خودمان بپرسیم. آیا می خواهم با بالاترین تصویری که از خودم دارم هماهنگ شوم یا می خواهم با بهانه هایم منطبق باشم؟ عذر و بهانه ها اجازه نمی دهند که مسئولیت زندگیمان را بپذیریم و مانع از آن می شوند که واقعیت جاری خود را حقیقتاً ببینیم. آنها عملاً تلاش ما هستند برای آنکه عذر خود را بپذیریم و در مقام انسان مسئول، قدرتمند و خلاقی که هستیم عمل نکنیم. عذر و بهانه ها روش مردم پسندی برای راه فراری که به دنبالش هستیم شده اند. عذر و بهانه های ما فریاد می کشند تقصیر من نیست، نمی توانستم کاری بکنم، وقت نداشتم، بچه هایم به من نیاز داشتند. به سالی گفتم که به آن رسیدگی کند. این کار در شرح وظایف من نیامده است. اصلا نمی توانم آن را انجام بدهم. خیلی کار دارم. خیلی کار می برد. خودم خیلی گرفتار هستم. هوش کافی برای این کارها ندارم. من کار خودم را انجام دادم اما آنها ندادن. اطرافیانم غیر مسئول هستن. شخص دیگری باید به این کارها رسیدگی کند. اگر من آن کار را خوب انجام ندهم همه چیز به هم می ریزد. سردرد دارم. نظمم به هم ریخته است. بهانه ها همه قدرت درونی من را به شرایط بیرونی منتقل می کنند. و توان نتیجه آفرینی را از ما می رو باید. آنها رویاهایی را که درباره آینده داریم ضایع می کنند و بارها و بارها ما را در همان مسیر آشنای گذشته پیش می رانند. عذر و بهانه ها این قدرت را دارند که در عمیق‌ترین آرزوها و بهترین برنامه ریزی های ما نفوذ کنند و ما را از داشتن زندگی مورد علاقه من محروم سازند. یکی از شرکت کنندگان دوره‌ای که درباره آفرینش بهترین سال زندگی برگزار کردم به یکی از گرد همایی‌های پس از دوره آمد و گفت که این درک مبهوت کننده را داشته است. بهانه‌های او موجه هستند. یعنی آنها قابل قبول و معتبر می باشند. آن شرکت کننده از این درک خودش شگفت زده شده بود. اما هنگامی که از او خواستم عمیق‌تر بنگرد توانست ببیند که همه بهانه ها موجه هستند. اگر نمی توانستیم عذری را توجیه کنیم آن را به کار نمی بردیم، بلکه رو راست می گفتیم گوش کنید، میخواهم عذری بیاورم تا آنچه را در زندگی آرزو دارم انجام ندهم، نباشم یا نداشته باشم. بیشتر ما دلایل بسیاری برای
واقعی انگاشتن عذر و بهانه هایمان داریم. البته برخی از بهانه ها موجه تر از بقیه به نظر می رسند. برای نمونه نمی توانم کاری را توسعه دهم زیرا فرزندان خردسالی در منزل دارم، یا اینکه نمی توانم بدهی هایم را پرداخت کنم زیرا همسرم با من همکاری ندارد، و یا نمی توانم رایانه جدیدی بخرم و نوشتن کتابم را شروع کنم چون هیچ پولی در بانک ندارم. ممکن است در ظاهر اینها بیش از عذر و بهانه صرف به نظر برسند. آنها حقیقی به نظر می آیند زیرا شواهدی در تایید محدودیت های مورد بحث ما وجود دارد. اما با بررسی دقیق‌تر و چنانچه حاضر باشیم به ورای من نمی توانم خود بنگریم، خواهیم دید غیر از شرایطی خاص که به طور عینی و ملموس ما را از انجام کار مورد علاقه من باز می دارد، هر علتی برای نمی توانم در واقع یک بهانه و یک نخواهم کرده است. این دلایل ظاهری حتی اگر موجه باشند باز هم عذر و بهانه هستند. از کجا این موضوع را می دانم؟ از آنجا که اگر پای مرگ و زندگی در میان باشد، اغلب ما می توانیم راهی بیابیم که پول کافی برای خرید رایانه به دست آوریم، فرزندانمان را ضمن گسترش کارمان بزرگ کنیم یا بدون کمک همسرمان از زیر بار قرض درآییم. البته ممکن است برای رسیدن به نتیجه مورد نظر مجبور باشیم چیزی را فدا کنیم. شاید مجبور شویم مقداری از وقت آزادمان را فدا کنیم، یا ناگزیر خجالت را کنار بگذاریم و از کسی کمک بخواهیم. ممکن است به جای انتظار همراهی و مساعدت از سوی همسر مجبور شویم خودمان مسئولیت آموزش خود را به عهده بگیریم. نکته این است اگر به راستی در مورد رسیدن به هدفمان متعهد هستیم، باید تمامی عذر و بهانه ها را چه موجه و چه ناموجه کنار بگذاریم. فقط و فقط در آن هنگام است که می توانیم ارباب سرنوشت خود باشیم. همگی ما داستان‌های بیشماری درباره کسانی که اختیار زندگیشان را به دست گرفتند و نتایج غیر منتظره ایجاد کردند شنیده ایم. این اشخاص بدون تحصیلات، حمایت، ثروت و یا امتیاز ویژه‌ای به صحنه جهان وارد شدند و زندگی خود را خارق‌العاده کردند. اینها مردمی هستند که به شرایط خود بی‌اعتنایی کردند و احتمال دادند که ممکن است شکست بخورند. آنها بدون هیچ عذر و بهانه‌ای و به سادگی آنچرا که می‌خواستند به وجود آوردند. یکایک ما چنان توانایی قدرتی را داریم. اگر می‌خواهید چنان زندگی کنید که در بلند پروازانه‌ترین رویاهایتان نگنجد و به چنان موفقیت‌هایی دست یابید که هرگز تصور نمی کردید ممکن است باشد، باید در این سطح از مسئولیت پذیری عمل نمایید. اگر زندگیتان را به یک منطقه بدون عذر و بهانه مبدل سازید، با سرعت بسیار بیشتری از تمامی موانع سر راه عبور می کنید و به موفقیت هایی هزاران بار بزرگتر از آنچه اکنون به نظرتان می رسد دست خواهید یافت. تمامی بهانه ها مناطق بیشیرینی هستند و شما را از برخورداری از زندگی مطلوبتان محروم می کنند. امروز این فرصت را دارید که خود را به پیمودن بهترین راه متعهد کنید و یک زندگی رها از عذر و بهانه داشته باشید. هنگامی که عذر و بهانه‌ای وجود نداشته باشد، فقط یک راه پیش رو دارید. راه رسیدن به بهترین سال زندگیتان. اقدام کنید. عذر و بهانه هایتان را مشخص کنید. فهرستی از بهانه هایی که برای توجیه وضعیت زندگیتان می آورید تهیه نمایید. این گزینه قدرتمند را انتخاب کنید که حتی مورد علاقه ترین و
موجه ترین عذر و بهانه هایتان را که به شما القا می کنند به چه علت نمی توانید بهترین سال زندگیتان را داشته باشید کنار بگذارید. توجه داشته باشید هنگامی که خود را با بینش و بصیرتتان هماهنگ می کنید چقدر مؤثرتر از زمانی هستید که خود را با بهانه هایتان منطبق می نمایید. منطقه بیشیرینی شماره 2، گفتگوی درونی منفی. یکی از بدترین و تضعیف کننده ترین مناطق بیشیرینی به شکل یک مانع بیرونی نیست، بلکه از ذهن خود ما نشأت می‌گیرد. چنانچه گفتگوی منفی درونی بررسی و مهار نشود، در زندگی ما اختشاش به وجود می‌آورد. در بهترین و دقیق‌ترین برنامه‌ریزی‌هایمان دخالت می‌کند و ما را از دستیابی و گاه حتی تلاش برای رسیدن به اهدافمان باز می‌دارد. افکار ما رفتار و کارهایمان را به ما القا می‌کنند. ذهنمان به ما می‌گوید که قادر به انجام چه کارها و دستیابی به چه اهدافی هستیم یا نیستیم. بیشتر ما با شدت و در عین حال نومیدی سعی داریم تا به ذهنمان نظم و ترتیب بدهیم، یا بهتر بگویم در برابر وراجی‌های منفی مداوم و تکراری ذهن مقاومت یا به آن بی‌اعتنایی کنیم. اما اگر می‌خواهیم در راه ایجاد زندگی برای محدودیت‌های آشنایمان به موفقیت برسیم، باید با گفتگوی درونی منفی خود روبرو شویم. آنچه برای من بسیار جذاب و موجب شگفتی است این نکته است که اغلب ما فکر می‌کنیم گفتگوی منفی درونمان حقیقت دارد. ما متوجه نیستیم که تمامی ما چنین گفتگوهایی در سر داریم، و اگرچه این صداها به هر حال وجود دارند، اما مجبور نیستیم به آن گوش دهیم. هرقد این گفتگوی درونی را بیشتر باور کنیم، محدودیت‌های خودساخته‌مان را بیشتر می‌پذیریم و در حصاری که برای خودمان ساخته‌ایم باقی می‌مانیم. برای لذت بردن از زندگی بهتر، رضایت بخش و برای زندگی کنونی من، باید با گفتگوی ذهنی خود به توافق برسیم و نیروی را که به آن داده ایم باز پس بگیریم. پس از آنکه گفتگوهای ذهنی را که ما را به تکرار همان رفتارهای قدیمی و گوش دادن به همان دستورات همیشگی وامی دارند تشخیص دادیم، می توانیم با گذاشتن نام مناطق بیشیرینی بر آنها متمایزشان کنیم. آنگاه به جای گوش دادن به این صداهای منفی و پیروی از فرمانهای مستبدانه آن، می توانیم بگوییم چه جالب، یکی از مناطق بیشیرینی به دیدارم آمده است و در این لحظه انتخاب می کنم که از آن پیروی نکنم. آوردن آگاهی به افکار پیش از اقدام کردن این امکان را به ما می دهد که گزینه بهتری را انتخاب کنیم، گزینه‌ای که ممکن است واقعا ما را به مسیر رویاهای من رهنمون شود. گفتگوی ذهنی و درونی به شیوه دیگری نیز ما را به شکست می کشاند و آن انتظارات منفی است. ما انتظار داریم آنچه را می خواهیم به دست نیاوریم. انتظار داریم که مردم ما را دوست نداشته باشند و انتظار داریم درد یا شکست را تجربه کنیم. این انتظارات منفی حقیقی نیستند، اما برخی از ما چنان زندگی می کنیم که گویی آنها حقیقت دارند. بیشتر اوقات فشار و اضطراب ما نه به دلیل رویدادهای زندگی من، بلکه به علت دلهوره و انتظار نتیجه منفی است. حتی وقتی شرایطی پیش می آید که اثبات می کند انتظارات ما اشتباه بودند،
اغلب در همان حالت ناراحتی پیشین باقی میمانیم و نمیتوانیم برای نتیجه مثبتی که به دست آمده است احساس قدردانی و شکرگزاری داشته باشیم. انتظارات منفی ما را از لحظه حال خارج و به تصویر تحریف شده ای از آینده پرتاب می کنند. آنها اجازه نمی دهند ما خیر موجود در هر وضعیتی را تجربه کنیم یا حتی متوجه آن شویم. لحظه ای که یک انتظار منفی می آفرینیم، افراد و شرایط زندگی من را در جعبه قرار می دهیم که بر آن نوشته شده است، هیچ خیری در این نیست. انتظارات منفی ما را از واقعیت جدا می کنند. آنها ما را از شناخت واقعیت یا پرسش در باره واقعیت باز می دارند و شاید از همه بدتر این باشد که انتظارات منفی به پیشگویی های کامبخش تبدیل می شوند و همان تجربیاتی را به سوی ما جلب می کنند که می کوشیم از آنها بگریزیم. بهترین راه برای کاهش قدرت انتظارات منفی این است که متوجه باشیم آنها بارها تحقق نیافتند. یکی از شرکت کنندگان در دوره مربیگری من به تازگی این کار را کرد. او به یک مهمانی دعوت شد که مطمئن بود در آن مورد پذیرش دیگران قرار نمی گیرد. گفتگوی ذهنی این شخص پر از انتظارات منفی بود. به تو خوش نخواهد گذشت. آنها از تو خوششان نخواهد آمد. اما او که به برخورداری از بهترین سال زندگی و استثنایی کردن تک تک لحظات کاملا متعهد بود، انتظار تازه‌ای آفرید. دوست ما این انتظار را به وجود آورد که خوش باشد و از اینکه واقعا یکی از بهترین اوقات زندگیش را در آن مهمانی گذران شگفت زده شد. واقعیت انتظار منفی او را در هم شکسته بود. این فرد به خودش این فرصت را داده بود تا آگاهانه به خود بگوید که انتظارات منفیش همواره حقیقت نداشتند و در نتیجه توانسته بود تشخیص دهد که آن انتظار یکی از مناطق بیشیرینی است. سپس انتظار مثبتی آفریده بود که بهترین سال زندگی را به او ارزانی بدارد. یکی از تمرین‌های بسیار خوب این است که ببینید چه اندازه وقت و انرژی صرف مناطق بیشیرینی گفتگوی منفی درونی می کنید و چه مقدار از گفتگوهای ذهنیتان انتظارات منفی را در شما شکل می دهد. سپس به این علت که شما حق و توان چنین کاری را دارید، این گفتگو را به عنوان یک منطقه بیشیرینی شناسایی و متوقف نمایید و گزینه تازه و قدرتمندی را انتخاب کنید که کاملا در جهت آفرینش بهترین سال زندگیتان باشد. اقدام کنید. به گفتگوی منفی درونی توجه کنید. به گفتگوی منفی ذهن خود که انرژیتان را می رو باید و عزت نفس شما را تحلیل می برد توجه کنید. دفعه بعد که پرگوی آشنای ذهن را شنیدید، به جای اینکه کورکورانه از دستوراتش اطاعت کنید، آن را به عنوان یک منطقه بیشیرینی تشخیص دهید و از انتظارات منفی خود آگاه شوید و این تمرین را انجام دهید که آنها را با انتظارات مثبت جایگزین کنید. منطقه بیشیرینی شماره 3، بازی تقصیر. قواعد این بازی از این قرار هستند: تقصیر من نیست، تقصیر توست. من نکردم. حاضرم حتی به بهای از بین بردن زندگی خودم تو را بدبخت کنم. روش این بازی چنین است که دنبال هر چیز، مکان یا کسی بگردید و تقصیر کمبودهای زندگیتان را به گردن آنها بیندازید. این بازی برنده ای ندارد و در حالی که پی کسی که علت ناراحتی و نارضایتی شماست می گردید، مدام سرتان را به همان
دیوارهای قدیمی میکوبید. دوستم لورا مدت 12 سال شوهرش را مقصر میشمرد که چرا آن ساعت از زندگی را که به عقیده او یک مرد باید برای زنش فراهم آورد برای او تهیه نکرده است. به جای آنکه لورا بر شغل خود تمرکز کند و در پی یافتن راههایی برای افزایش درآمد خودش و خرید چیزهایی که می‌خواست باشد، سالها وقت و انرژی خود را با مقصر شمردن همسرش هدر داد. هنگامی که سرانجام متوجه شد در یک منطقه بیشیرینی به نام بازی تقصیر گرفتار است، تصمیم گرفت قدرتش را پس بگیرد و آن همه انرژی را که صرف مقصر شمردن همسرش می کند در جهت بهبود شغل خود به کار ببرد. هنگامی که او مچ خودش را در منطقه بیشیرینی گرفت، قدرت یافت که در پی زندگی و رویاهای خود برود. برای آنکه بهترین سال زندگی من را داشته باشیم، باید از مقصر شمردن دیگران و آنها را علت بدبختی های خود دانستن دست بکشیم. به همان اندازه که دیگران را برای هر وضعیتی مورد سرزنش قرار دهیم، حتی هنگامی که معتقد هستیم واقعا تقصیر آنهاست، خود را از ایجاد تغییرات دلخواهمان ناتوان می کنیم. مقصر شمردن بیماری عصر ما شده است. مقصر شمردن ما را مظلوم می کند و در نتیجه از در اختیار گرفتن وضعیت زندگی ما ناتوان می سازد. هنگامی که احساس فشار، خستگی بیش از حد یا یأس و بیتفاوتی می کنیم، می توانیم مطمئن باشیم که در آگاهی مظلوم بودن و تقصیر وضعیت خود را به گردن دیگری انداختن فرو افتاده ایم. هر حرف، فکر یا کار ما که ناشی از مقصر شمردن دیگران باشد، توانمان را می گیرد. همین که متوجه شدید در زمینه از زندگی نقش مظلوم را بازی می کنید، قدم بعدی ساده است. توجه کنید که چه کسی را مقصر می شمارید و سپس سرزنش را متوقف کنید. مسئولیت تجارب خود را به عهده بگیرید. مهم نیست که دیگری چه بر سر شما آورده است. اگر به سرزنش کردن او ادامه دهید، متاسفانه بازی را می بازید. حتی اگر به شما آموختند که کینه ها را در دل نگاه دارید و به آنها بچسبید، از شما درخواست دارم که همکنون دلتان را پاک کنید. اگر این کار را انجام ندهید، هیچ گزینه‌ای نخواهید داشت مگر آنکه گذشته را با خود به آینده بکشانید و در همان مسیرهایی که به حرکت ادامه دهید که به جایی غیر از آنجا که واقعا دلتان می‌خواهد منتهی می‌شود. برای آفرینش بهترین سال زندگی لازم است که مسئولیت 100% خودتان را بپذیرید و بی توجه به آنچه دیگران می‌کنند یا نمی‌کنند پیش بروید. بازی تقصیر همیشه یک منطقه بیشیرینی است، زیرا واقعا هیچ شیرینی در انتهای این دهلیز یافت نمی شود. اقدام کنید. از بازی تقصیر دست بکشید. تشخیص دهید که در کدام زمینه زندگی دیگری را برای کمبودهای خود مؤثر می دانید و او را سرزنش می کنید. به خود اجازه دهید که ببینید با پذیرش 100% مسئولیت برای ایجاد بهترین سال زندگیتان چقدر قدرتمند خواهید بود. منطقه بیشیرینی شماره 4، موضع برحق. موضع برحق باید جزء مناطق بیشیرینی به شمار آید، زیرا شیطانی است که ما را از افرادی پرشور، جوان و انعطاف پذیر به انسان‌های تلخ، خسته، بی‌تفاوت و خشک تبدیل می‌کند. مواضع برحق اغلب بدون آگاهی ما ایجاد می‌شود. در سال‌های ابتدایی زندگی تجاربی داریم و بر مبنای آنها در فکرمان به نتایجی می‌رسیم. سپس از آنجا که دلمان نمی‌خواهد اعتراف کنیم نتیجه‌گیری‌های ما بی‌اساس، ناقص یا محدود هستند،
برای اثبات آنها جر و بحث می کنیم و بدون آنکه متوجه باشیم موضع برحق می گیریم. این حالت می تواند در سفر ما به سوی ایجاد بهترین سال زندگی تداخل به وجود آورد. از آنجا که بیشتر ما از فکر اعتراف به اشتباه بدمان می آید، حتی زمانی که برحق بودن ما را ناراحت یا از داشتن زندگی مورد علاقه محروم می کند، باز هم به آن موضع می چسبیم. در این مورد زک نمونه خوبی است. زک یک مرد جوان و با استعداد است که زمانی برای یکی از همکاران من به نام بت کار می کرد. زک از کار خود احساس رضایت می کرد و درآمد فراوانی داشت. در ابتدا آن دو به عنوان یک تیم کار می کردن. اما به مرور زمان کار کردن با زک برای بت غیر ممکن شد، زیرا او همیشه درباره شیوه مدیریت کار با بت جر و بحث می کرد. آنها ساعتها برای گفتگو درباره اختلاف نظر خود وقت صرف می کردن و کوشیدند راهی برای دوستانه تر شدن وضعیت پیدا کنند. اما پس از گذشت حدود یک سال بت متوجه شد با کسی جر و بحث می کند که دارای موضع برحق است و با او فصل مشترک بسیار کمی دارند. همین موضوع برحق سرانجام زک را وادار کرد تا کاری را که بسیار دوست داشت ترک نماید. زک ناراحت از اینکه نتوانسته بود اخلاقیاتش را با بهتر کند، برای مشاوره نزد من آمد. طی گفتگو منشأ موضع برحق را در آن مرد جوان کشف کردیم. از قرار معلوم سالها پیش هنگامی که زک پسربچه‌ای به شمار می آمد، دختر عمویش چند بار به حقوقش تجاوز کرده بود. از آن زمان او تصمیم گرفت که دیگر اجازه ندهد هیچ زنی بر وی مسلط باشد یا آزارش بدهد. این تصمیم توأم با احساس برحق بودن ناآگاهانه به موضع زک تبدیل شده بود. اگرچه زک از موقعیت خود آگاهی داشت، اما حاضر نبود موضعش را کنار بگذارد و سرانجام ادامه همکاری بین او و شریکش غیر ممکن شد. در این قضیه بی ترتیب موضع برحق برنده شد. تمامی مواضع برحق زاییده ترس هستند. اگر ما حاضر به یافتن ترس‌های خود و رویارویی با آنها باشیم، به سادگی می توانیم مواضعی را که واقع بینانه من را تار می کنند رها سازیم. اگر زک حاضر شده بود با ترسی که از تسلط و آزار رساندن زنان داشت رویارو گردد، می توانست از سلطه این موضع رها شود و اجازه دهد تا واقعیت دیگری آشکار گردد. مواضع ما همچون چشم‌بند عمل می کنند و وادارمان می سازند تا الگوهای پیشین را تکرار کنیم. اینها شماری از مواضع برحق بودن است که طی سالها دوستان، خویشاوندان، همکاران و شرکت کنندگان در دوره هایم برایم گفتند. آدم های ثروتمند خسیس هستند. زن باید مطیع باشد. مرد باید همه مخارج را بپردازد. همه باید فارغ التحصیل دانشگاه باشند. مرگ بد است. شکست بد است. کسانی که گیاه‌خوار هستند از نظر معنوی پیشرفته ترند. آدم های خوب فداکار هستند. همه را باید خوشحال و راضی نگاه داشت. مردم باید بیشتر مراقب خودشان باشند. توده مردم احمق هستند. زن و شوهر باید به خاطر فرزندانشان به زندگی در کنار هم ادامه دهند. مادرها باید در خانه کنار فرزندانشان باشند. همه موقعیت‌ها برای مردها فراهم است. من بهتر می‌توانم این کار را انجام دهم. طلاق بد است. عصبانی شدن بد است. تنفر داشتن بد است. همه باید خوش‌هیکل باشند. تماشای تلویزیون اتلاف وقت است. برای شروع یک شغل تازه خیلی دیر است.
آدم های فقیر تنبل هستند. ثروتمندان فقط به فکر خودشان هستند. نباید دیگران را قضاوت کرد. آدم ها باید بخواهند به هم دیگر کمک کنند. این دنیا دنیای بی‌رحمی است. من باید مواظب همه باشم. هیچ کس مواظب من نیست. من نمی‌دانم چه کاری برایم درست است. من به هیچ کس نیاز ندارم. من از همه دنیا بهتر می‌فهمم. برای آنکه مواضع خود را متعادل کنیم، ابتدا باید به داشتن آنها معترف باشیم. باید حاضر شویم این واقعیت را بپذیریم که قادر مطلق و دانای کل نیستیم. برای آنکه سال بعدی زندگی ما ده ها برابر دلگرم کننده تر، رضایت بخشتر و پرشورتر از سال پیش باشد، باید مواضع خود را کنار بگذاریم و آماده دیدن پدیده ها از زوایای دیگر باشیم. باید برحق بودن خود را زمین بگذاریم و گاهی هم اشتباه کنیم. باید حاضر باشیم که با نگاهی نو به زندگی بنگریم و به خودمان و دیگران فرصتی بدهیم. هنگامی که محق بودن خود را کنار می‌گذاریم، ذهن ما همچون ذهن یک کودک معصوم تر و تازه می‌شود و هر واقعیتی در آن ممکن می‌گردد. ذهن نوآموز به ما اجازه می‌دهد که در برابر تجارب جدید وجودمان را بگشاییم و دیدگاه‌های نوینی را امتحان کنیم، برای آنکه بتوانیم هر سال زندگیمان را به بهترین سال مبدل کنیم. این وضعیت ذهنی لازم است. اقدام کنید، مواضع بر حق خود را مشخص کنید. توجه داشته باشید و ببینید در چه زمینه‌هایی مطمئن هستید که زندگی به شیوه خاصی است و فهرستی از مواضع بر حقی که در آن زمینه دارید تهیه کنید. از خودتان بپرسید: اگر این موضع بر حق را کنار بگذارم، می‌ترسم متوجه چه نکته‌ای بشوم؟ برای آفرینش بهترین سال زندگی چه باور تازه‌ای برایم مفیدتر است؟ منطقه بیشیرینی شماره 5: رفتارهای خودویرانگر. اگر آرزو دارید از زیر بار بدهی‌ها بیرون بیایید، اما متوجه می‌شوید که در نیمه شب برای خریدهای فردا برنامه ریزی می‌کنید، به منطقه بیشیرینی وارد شده اید که تهدیدی برای دستیابی به هدف مطلوب شما به شمار می رود. اگر هدف شما این است که درآمد خود را حدود 20% افزایش دهید، ماندن در شغلی که در آن امکان رشد ندارید منطقه بیشیرینی است. اگر می خواهید 10 کیلو وزن کم کنید، ناخنک زدن به دسرهای شیرین و چرب یک منطقه بیشیرینی است که تضمین می کند همیشه فاصله خود را با هدفتان حفظ کنید. هر یک از رفتارهایتان که خود ویرانگر است و شما را از خواسته یا هدفتان دور می کند جزء مناطق بیشیرینی است. این رفتارها سرزنده بودن شما را می گیرد و خسته، فرسوده و دور از انرژی قدرتمندی که برای آفرینش بهترین سال زندگی به آن نیاز دارید رهایتان می کند. بیایید به چند نمونه از این رفتارها بنگریم. امیدوارید در محل کار مدارج پیشرفت را طی کنید، اما در ساعات اداری به پاد گرفتن با رایانه مشغول می شوید. کارهایی را که باید انجام دهید بر حسب فوریت شماره گذاری می کنید، اما کاری را که باید آخر به آن بپردازید اول انجام می دهید. متعهد می شوید که غذای سالم بخورید، اما به پیتزا و همبرگر فروشی می روید. به جای آنکه حواستان را به کارهای خودتان بدهید، بر آنچه دیگران باید انجام دهند متمرکز می شوید. درست همان هنگام که باید از خانه بیرون بروید، گفتگوی تلفنی با یک دوست قدیمی را آغاز می کنید. به کودکتان می گویید نه نه نه، اما 15 دقیقه بعد تسلیم آن می شوید.
میگویید که میخواهید سیگار نکشید، اما با دوستی سیگاری در کافی شاپ قرار میگذارید. امیدوارید که با همسرتان صمیمی‌تر شوید، اما هر شب تا دیر وقت به تماشای تلویزیون می‌نشینید. آرزو دارید که برای آینده پسنداز کنید، اما هر ماه بیش از درآمدتان خرج می‌کنید. می‌گویید که می‌خواهید با فرزندان نوجوانتان رابطه صمیمانه‌تری داشته باشید، اما از انتخاب‌های آنها انتقاد می‌کنید. انجام کارهایی را که شما را به خواسته هایتان میرسانند به تعویق میاندازید. نگران نظر دیگران درباره خود هستید. اگر میخواهیم امسال را به بهترین سال زندگیمان تبدیل کنیم، باید رفتارهای خود ویرانگر مشابه با این موارد را کنار بگذاریم. ریک یکی از شرکت کنندگان در دوره های پیشرفته مربیگری من متوجه شد که بزرگترین منطقه بیشیرینی او این است که هر شب تا سحر به تماشای فیلم می نشیند. هنگامی که ریک این رفتار را شروع کرد در اوج موفقیت کاری بود، اما پس از ابتلا به این عادت به مدت 2 سال شاهد کاهش موفقیت خود شد. زیرا صبح‌ها در محل کار با حالت نیمه خواب و نیمه بیدار عمل می‌کرد. پلین پرستار بخش فوریت‌های پزشکی هیچ آرزویی بالاتر از صمیمیت بیشتر با شوهر و 2 فرزندش نداشت، اما به جای آنکه پس از کار با همسر و فرزندانش وقت بگذراند و به تکالیف درسی بچه‌هایش رسیدگی کند، هر شب سرپرستی فرزندانش را به شوهرش می سپرد و خودش مشغول گشت زدن در اینترنت می شد. می توانم 100 مورد شبیه به این نمونه ها را نقل کنم، اما مطمئن هستم که تا کنون 1-2 مورد از مناطق بیشیرینی خود را تشخیص داده ای. تمامی ما چنین رفتارهایی داریم و بیشتر ما بارها و بارها قول داده ایم که دیگر این کارها را نکنیم، اما اکنون در حضور این تعهد که بزرگترین و بهترین سال عمرمان را زندگی کنیم، انگیزه بسیار خوبی برای انتخاب‌های جدید داریم. زندگی درون یک نیت قدرتمند به ما کمک می‌کند تا گزینش‌های تازه‌ای داشته باشیم. کیفیت انتخاب‌های هر روز ما تعیین می کند که آیا امسال بهترین سال عمرمان خواهد بود یا فقط سالی شبیه به سالهای دیگر می شود که زندگی می کنیم و آن را به دست فراموشی می سپاریم. ما در هر لحظه از این انتخاب برخوردار هستیم که آیا یک بار دیگر در همان خیابانی راه می رویم که گودالی دارد یا مسیر دیگری را انتخاب می کنیم. تقریبا عادی ترین انتخاب ما این خواهد بود که اجازه دهیم عذر و بهانه ها، انتظارات منفی، گفتگوهای درونی مخرب و رفتارهای خود ویرانگر گزینه های من را به ما تحمیل کنند. اگر حاضر باشیم که همکنون به انتخاب های استثنایی و خارق‌العاده دست بزنیم، می توانیم این امکان را که بهترین سال عمرمان را زندگی کنیم به یک واقعیت پرقدرت و اصلی خود تبدیل نماییم. فقط کافی است که هر روز چند گزینش در این جهت داشته باشیم. اقدام کنید، رفتارهای خود ویرانگرتان را مشخص کنید. فهرستی از رفتارها، انتخابها و عادات خود را که کاملا در جهت مخالف تحقق این خواسته شماست که همان کسی بشوید که آرزو دارید بنویسید. اکنون ببینید که می توانید چه رفتارها و گزینش‌های جدیدی داشته باشید تا امسال را برای شما استثنایی کند. می توانید یک برگه پیشرفته کار برای تشخیص مناطق بیشیرینی دریافت نمایید.
6. سال خود را برنامه ریزی کنید. 4 صبح بود. 1 ساعت می شد که از خواب پریده بودم و خوابم نمی برد. ابتدا فکر کردم این بار هم مانند هر شب که برای چند لحظه حدود ساعت 3 بیدار می شدم است. اما 20 دقیقه بعد متوجه شدم که این حالت بیش از بیقراری معمولم به نظر می رسد. ذهنم درباره همه رویدادهای روز فکر می کرد و رخوت آرام بخش من به سرعت به بیقراری تبدیل شد. سعی کردم بفهمم علت این ناآرامی چیست و چه مسئله ای آنقدر نگرانم کرده است که نمی توانم دوباره به خواب بروم. آنگاه این کلمات را شنیدم. تو برنامه ای نداری؟ فکری که بیدرنگ پس از این عبارت در سرم نقش بست این بود. البته که برنامه دارم. برنامه های فراوانی دارم. حتما مشکلم همین تراکم برنامه هاست. در حالی که ذهنم به شدت فعال بود، به سختی تلاش کردم تا معنای دقیق کلماتی را که به فکرم رسیده بود درک کنم. آنگاه متوجه شدم آن صبح را با نامزدم گری و پیمانکاری که قرار بود هفته بعد ساختن خانه ما را آغاز کند گذرانده بودم. طی چند ماه بعد دست کم باید به صدها مورد دقیق و جزئی رسیدگی می کردم. اما هیچ برنامه‌ای برای این کار نداشتم و نمی دانستم چه وقت یا چگونه به این کارها خواهم پرداخت. از آنجا که مطابق معمول برنامه کاری فشرده‌ای داشتم که حتی برای پرکارترین افراد دلهره آور بود، روان من چشم مرا به این واقعیت گشود که به این ترتیب باید منتظر 9 ماه فشار باشم و این فقط یک نمونه کوچک از شب بیداری های آتی بود که در صورت نداشتن برنامه انتظارم را می کشید. باید اعتراف کنم که این مورد مرا کاملا شگفت زده کرد، زیرا خودم همیشه به همه می گویم که هر کاری را طبق برنامه انجام می دهم و هر روز بسیاری از افراد را درباره برنامه ریزی کارهایشان راهنمایی می کنم. اما در ساعت 3:46 بامداد آن روز در رخت خواب بیدار بودم و می دیدم که اگرچه برای بیشتر بخش های زندگیم برنامه های مرتب و منظمی دارم، برای یکی از بزرگترین کارهایم که سراسر سال طول می کشد برنامه ریزی نکردم. متوجه شدم که سفر عظیمی را آغاز کردم بی آنکه نقشه‌ای با خود داشته باشم. می دانستم به کجا می خواهم بروم، اما نمی دانستم برای رسیدن به مقصد به چه چیزهایی نیاز دارم. ناگهان فهمیدم که اگر وقت نگذارم و برنامه‌ای دقیق همراه با جدول زمانی و مالی تهیه نکنم، رهسپار سفری دراز و توأم با بیخوابی می شدم و به جای خانه برای خود جهنمی خواهم ساخت. برنامه های دقیق که در آن به همه جزئیات فکر شده باشد کلید آرامش خاطر هستند. اگر می خواهیم که شبانه روز آرام باشیم، باید مسیرمان را با دقت مشخص کنیم و بدانیم می خواهیم چگونه کجا و کدام یک از تجسم های من را تحقق ببخشیم. اگرچه شاید در طی راه برخی از اهدافمان تغییر یابند، داشتن یک برنامه ریزی مرتب به ما این امکان را می دهد که تغییر مسیر دهیم و بدون استراب جدول زمانی را بر اساس آن تنظیم کنیم. من در زندگیم خوششانس بودم، زیرا به طریقی در این بازی که خواسته هایم را متجلی کنم بیان که برنامه ریزی دقیقی بر کاغذ داشته باشم استاد شده بودم، اما می دیدم که در این مورد خاص هزینه دیمی عمل کردن بیشتر از حد تحمل من است، به خصوص که مسئله خانه رویاییم در میان بود. پیش روی بدون اطلاع دقیق از کارهایی که باید هر روز انجام می دادم نه در توان مالیم و نه در گنجایش عاطفیم بود. بنابراین از تخت خواب خارج شدم و هرچی را لازم بود انجام دهم
با نهایت دقت روی کاغذ آوردم تا خاطر جمع شوند که همه کارها به موقع انجام خواهند گرفت. در ضمن نوشتن به چند پرسش اساسی برخورد کردم که برای برنامه‌ریزی دقیق و دستیابی قطعی به هدفم باید به آنها پاسخ می‌دادم. اگرچه پاسخگویی به این پرسش‌ها به وقت و تلاش من نیاز داشت، می‌دانستم زمانی را که صرف برنامه‌ریزی می‌کنم، مرا از فشار، استراب و پشیمانی بعدی نجات خواهد داد. در زیر پرسش‌ها و پاسخ‌هایم را ملاحظه می‌کنید. 1. مقصد من کجاست؟ از مقصد نهاییم چه تصویری دارم؟ مقصد من این است که همراه گری خانه رویاییم را بسازم. خانه‌ای که من و خانواده‌ام در آن زندگی کنیم. جایی که به ما احساس گرما، آرامش و آسایش بدهد. 2. هدف مشخصی که مرا به سوی این تصویر می برد چیست و می خواهم تا چه تاریخی کامل شود؟ خانه‌ام تا 9 ماه دیگر از امروز تکمیل و آماده سکونت خواهد شد. 3. برای تحقق این برنامه یا تصویر باید به طور دقیق چه کارهایی انجام بدهم؟ باید کفپوش ها، قفسه ها، دستشویی ها، وان ها، شیرالات، کابین های آشپزخانه، پیشخان آشپزخانه، دستگیره ها و موب های اتاق نشیمن، نهارخوری، سالن، دفتر کار و اتاق خواب ها را انتخاب کنم. 4. مقاطع مهم این مسیر کدام ها هستند؟ می خواهم که همه چیز و از جمله مبلمان ظرف 6 ماه آینده انتخاب شوند. 5. چه مهارت هایی دارم که برای رسیدن به هدف برایم مفید هستند؟ مصمم هستم و می دانم چه چیزهایی را دوست دارم. تصویر مشخصی از نتیجه نهایی دارم. در انتخاب افراد برای انجام کارها ماهر هستم. 6. برای انجام این کار لازم است چه مهارت‌هایی کسب کنم؟ لازم است به حس‌های درونی‌ام اعتماد کنم. باید این نظم را در خود پرورش دهم که طبق نقشه و در محدوده توان مالی‌ام پیش بروم. 7. به چه کمک یا حمایتی نیاز دارم؟ نیاز دارم پیمانکار فهرست دقیقی از همه چیزهایی که باید انتخاب کنم و تاریخ نهایی این کار را به من بدهد. 8. باید هر روز یا هر هفته چقدر وقت به این کار اختصاص بدهم. لازم است ابتدا به مدت تقریبا 10 هفته، هفته 6 ساعت وقت بگذارم و سپس برای باقی مانده کار هفته 2 ساعت کافی است. 9. این وقت را چگونه در تقویم کاریم بگنجانم؟ روز 1 ساعت را به برآورد کارهای انجام شده، تلفن زدن، گفتگو با پیمانکار و کسب اطمینان از اینکه همه چیز طبق برنامه پیش رفته است، تهیه همه لوازم ضروری برای انجام بی‌نقص کار و تحویل آنها به پیمانکار و کارکنان او اختصاص خواهم داد. 10. باید مراقب چه مناطق بیشیرینی باشم که در آنها فرو نیفتم. طبق جدول زمانبندی عمل نکنم. به جای آنکه همه قراردادهای دیدار را در 1 روز بگنجانم، آنها را به طور پراکنده و طی هفته بگذارم. با عجله تصمیم‌هایی بگیرم که بعداً موجب پشیمانی‌ام شوند. اجازه دهم دیگران بر انتخاب‌هایی که از درونم سرچشمه می‌گیرند تأثیر بگذارند و اعمال سلیقه کنند. چنین عذرهایی بیاورم. این خرید را می‌شود 1 هفته به عقب انداخت. شغلم مهمتر از این کار هاست. وقت ندارم و به همین دلیل می‌گذارم بقیه به جای من انتخاب کنند. اختیار را به کسانی که باور دارم بیشتر از من می‌دانند واگذار کنم.
از قبول مسئولیت کل و کامل نتیجه نهایی تفره بروم. بر خرید یک محصول جنس یا مارک خاص اصرار ورزم. در تهیه اجناسی که بر نتیجه نهایی تأثیر چشمگیری ندارند خرجی کنم. 11. دوست دارم در برابر چه کسی مسئول و پاسخگوی اجرای برنامه ام باشم. گری. 12. دنبال نکردن برنامه ام چه پیامدهایی خواهد داشت. در 9 ماه آینده احساس فشار خواهم کرد. خانه به موقع حاضر نخواهد شد. نمیتوانم در موعد مقرر به خانه جدید نقل مکان کنم. بیشتر از بودجه موجود خرج خواهد شد و پول کافی برای پایان کار نخواهم داشت. شب‌های بیقراری و بیخوابی پیش رو خواهم داشت. به علت کمبود استراحت بیمار خواهم شد. نمیتوانم از زندگی عالیم لذت ببرم. به این علت که به حرفی که زدم عمل نکردم خشمگین و آزرده خواهم شد. دچار بگو مگو و اختلاف غیر ضروری با گری خواهم شد. شور و نشاط ساختن خانه رویاییم را از خودم میگیرم. 13. دنبال کردن برنامه ام و رسیدن به مقصد چه پاداشی در بر دارد. خانه زیبا که من و خانواده ام میتوانیم در آن زندگی کنیم، مهر ببرزیم و بالنده باشیم. مکانی دلگرم کننده و که من و گری هر روز میتوانیم در آن پناه بگیریم و تجدید قوا کنیم. فضای زیبا که دوستان و خویشاوندان من میتوانند نزد ما بیایند، بیارامند، بخورند و گرما و مهری را که در دل ماست احساس کنند. لحظه ای که برنامه ام را روی کاغذ آوردم، احساس قرار و ایمنی کردم. تمام نگرانی هایی که در سرم از همدیگر سبقت می گرفتند و همه دلهوره های بی ابتدا و انتهایی که آرامش را از من گرفته بودند برطرف شدند. اگرچه من همه پاسخهای لازم را نداشتم که بتوانم با نشاط، آسودگی و سادگی برنامه ام را عملی کنم، اما توانسته بودم کارهای پیش رویم را به شکل یک برنامه اجرایی روشن و گام به گام بر کاغذ مشخص کنم. اکنون به جای نگرانی و احساس فشار زیاد، احساس آرامش و روشنی داشتم و مطمئن بودم که می توانم با قدرت پیش بروم. هنگامی که می دانید چگونه پیش بروید و مقصدتان کجاست، از موهبت اطمینان خاطر برخوردار می شوید. هنگامی که از زندگیتان خاطر جمع هستید، احساس آرامش دارید و در نتیجه می توانید تصمیم های روشن و دقیق بگیرید. آنگاه هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید، به جای آنکه درگیر احساسات آشفته یا ذهنی پر هم همه شوید، می توانید به برنامه خود رجوع کنید. پیروی از برنامه اجرایی به شما این امکان را می دهد که ببینید هر روز چه کاری دارید که انجام بدهید و می خواهید به کجا بروید. هنگامی که روشن و مطمئن هستید، این قدرت را می یابید که با انجام کارهای مشخص و دقیق هرچه سریعتر شما را به مقصد مطلوب برساند. اطمینان حالتی از بودن است که عمل درست را فرا می‌خواند. برآورده ساختن رویای شما درباره بهترین سال زندگیتان به تعمق و تفکر نیاز دارد. هنگامی که قصد دارید به بهترین سفر زندگیتان بروید، حتما مدتی به این فکر می‌کنید که به کجا می‌خواهید بروید، با چه وسیله‌ای می‌روید، در پی چه احساسی هستید، دوست دارید چه مدت در تعطیلات به سر ببرید، با چه کسی می‌خواهید بروید، می‌خواهید چه چیزهایی را همراهتان ببرید و در طی راه به چه حمایت‌ها یا راهنمایی‌های نیاز خواهید داشت. بهره‌مندی از بهترین سال زندگی در واقع با برنامه‌ریزی برای تعطیلاتی عالی
تفاوت چندانی ندارد. این انتخاب هم به اختصاص زمان، گفتگو، برنامه ریزی، تصمیم گیری و مجموعی از مهارت‌های دیگر نیاز دارد. برای ایجاد بهترین سال زندگی باید دقیقاً تشخیص دهید که به چه تغییراتی نیاز دارید و چه ساختارهایی را باید جایگزین کنید تا امسال استثنایی ترین سال شما بشود. همچنین لازم است بدانید برای حفظ تطویر خود، برای حفظ آن در آگاهیتان چه باید بکنید تا 6 ماه به بعد مقصدتان را فراموش نکرده باشید. بدون برپایی ساختاری روشن که شما را در انجام تغییراتی که به آنها متعهد هستید کمک کند، احتمال اجرای تغییرات ضعیف خواهد بود. تصویرتان باید به شکل برنامه اجرایی گام به گام پیش روی شما وجود عینی داشته باشد تا بتوانید از رسیدن به مقصد دلخواه مطمئن باشید. با یک برنامه اجرایی قدرتمند به نتایج بسیار بزرگی می رسید و می توانید مطمئن باشید که به الگوهای آشنای پیشین خود نمی لغزید. چنین برنامه‌ای به شما کمک می کند تا خود را از گودال‌های مسیر دور نگاه دارید و از مناطق بیشیرینی خود فاصله بگیرید. اگر مصمم هستید به مقصدتان برسید، باید خود را به اجرای برنامه طرح شده متعهد کنید و برای راهنمایی به آن مراجعه نمایید. در بخش هایی که در پی آن می آیند به شما می گویم که برای به ثمر رساندن رویایتان درباره بهترین سال زندگی لازمش چه گام هایی را بردارید. تعریف اهداف. ما در فرهنگی زندگی می کنیم که حرکت در طلب خواسته ها و دستیابی به اهداف با ارزش محسوب می شود و یکی از پیامدهای چنین نگرشی این است که درباره هدف واقعی سردرگمی فراوانی وجود دارد. بیشتر ما کتاب یا مقاله‌ای درباره تعیین هدف خوانده ایم یا در دوره‌ای در این باره شرکت کرده ایم. بسیاری از کسانی که من هدایت می کنم مدعی می شوند که اهدافی دارند و در راه رسیدن به آنها می کوشند. اما با بررسی موشکافانه تر کشف می کنند که در واقع تصویری در سر دارند یا به خیال پردازی مشغول هستند. خواسته یا هدف آنها به طور کامل شفاف و دقیق نیست و در نتیجه نمی توانند تشخیص دهند که آیا هرگز به هدفشان خواهند رسید یا نه. از این مهمتر، آنها هیچ برنامه مشخصی ندارند که تضمین کند آیا گام‌های ضروری مفید و هماهنگی برای دستیابی به هدف برمی‌دارند یا نه. اگر تجسم ما تصویری بزرگی از شیوه دلخواه زندگیمان باشد، آنگاه روند تعیین هدف و نقاط عطف مشخص نمودن راه‌هایی است که ما را از مبدأ یعنی بذر خواسته‌هایمان به مقصد یعنی تحقق تجسممان می‌رسانند. تعیین اهداف و خرد کردن آنها به نقاط عطف که در واقع نشانه‌هایی برای تشخیص میزان پیشرفت ماست، روند روشن و مؤثری برای تغییر مفید است. اگرچه هدف و مشخص کردن نقاط عطف به دقیق شاید کار سخت و وقتگیری به نظر برسد و هنگام صحبت از ایجاد زندگی رویایی ملال آور باشد، اما در واقع مهمترین بخش حرکت است. می توانید این روند را به صورت برنامه ریزی و کشیدن طرح دقیق از ساخت آنچه بیش از همه می خواهید ببینید. شما که حاضر نیستید خانه رویاییتان را بدون نقشه بسازید، چگونه باور دارید که می توانید زندگی رویاییتان را بدون نقشه بنا کنید؟
تعیین اهداف همراه با گام‌های کاربردی که به خوبی طراحی شود و اجرای دقیق این گام‌ها یکی از شگفت‌آورترین امکانات موجود در زندگی ما هستند. این مجموعه روشی مطمئن برای رسیدن به مقصد دلخواه است. در حالی که با محدودیت‌های کنونی خود روبرو می‌شوید و از آنها فراتر می‌روید، به راستی به ماجراجویی‌های هیجان‌انگیز و قدرت بخش دست می‌زنید. در این باره فکر کنید، چه چیزی هیجان بخش‌تر از این است که وقتی فعالیت‌های امسال خود را مرور می‌کنید، متوجه شوید که گام‌های بلندی در جهت تحقق رویای خود برداشتید و در ضمن به همان کسی که همیشه آرزو داشتید بیشتر شبیه شده اید. برای آنکه اهداف ما به راستی مفید و مؤثر واقع شوند، باید ویژگی‌های معینی داشته باشند و از چند آزمایش مهم سربلند بیرون بیایند. بدون اهدافی که از این ویژگی‌ها برخوردار باشند، برای رسیدن به خواسته‌هایمان یا باید به قضا و قدر متکی باشیم یا خودمان را بفریبیم و در حالی که در جا می‌زنیم به خود بقبولانیم که در حال پیشرفت هستیم. بیایید به این ویژگی‌های ضروری برای اهداف نگاه کنیم. 1. هدف باید کاملا مشخص و تعریف شده باشد، یعنی باید به گونه‌ای دقیق، روشن و کاملا قابل درک بیان شود که می‌خواهید به چه چیزی دست یابید. 2. هدف باید قابل اندازه‌گیری باشد، یعنی باید بتوانید به طور عینی هدف خود را اندازه‌گیری کنید تا اگر به آن برسید بتوانید تشخیص دهید. 3. هدف باید در چارچوب زمانی تعیین شود. باید تاریخ خاص و دقیقی را برای شروع و همچنین رسیدن به هدف تعیین کنید. 4. هدف باید واقع بینانه باشد، یعنی باید احتمال دستیابی شما به آن هدف بالا باشد. 5. باید دستیابی به هدف در حیطه اختیار و قدرت شما باشد، یعنی نباید به خوششانسی خاص یا دخالت قضا و قدر و یا شخص دیگری وابسته باشد. 6. هدف شما باید نقشه‌ای برای دستیابی داشته باشد، یعنی ساختار روشنی شامل اقدامات گام به گام، منابع، مهارت‌ها و هدایت‌های ضروری برای رسیدن به هدف داشته باشید. اجازه دهید نمونه ای از یک هدف مشخص، قابل اندازه‌گیری، واقع بینانه و دارای نقشه دستیابی را به شما نشان دهم. هدف کلی: کم کردن 12 کیلو وزن و بازگشت به وزن مطلوب. چگونه می فهمم که به هدفم رسیدم؟ به وزن 65 کیلو می رسم و می توانم یک لباس سایز 8 را که چسبان نباشد بپوشم. چه هنگام حرکت به سوی این هدف را آغاز می کنم و امیدوارم چه وقت به آن برسم؟ روز اول ماه فوریه شروع می کنم و تا اول ماه اوت به هدفم می رسم. برای رسیدن به این هدف چه نقشه‌ای دارم؟ اول فوریه نزد متخصص تغذیه می روم تا برایم رژیم غذایی بنویسد و در ضمن به من کمک کند تا زیر قولم نزنم. شکر، الکل و بیشتر محصولات لبنی رو از رژیم غذاییم حذف می کنم. فقط هنگامی غذا می خورم که گرسنه هستم و زمانی که مشغول کار کردن یا ناراحت هستم غذا نخواهم خورد. دست کم 5 بار در هفته غذایی را می خورم که خودم پختم. 5 روز در هفته دست کم روزی 1 ساعت ورزش می کنم. به شما توصیه می کنم اهدافی را انتخاب کنید که با دستیابی به آنها کسی بشوید که حتی برای خودتان تازگی داشته باشید
و چنان پرشور و شوق باشید که هیچ کس و هیچ چیز نتواند مانعی برای شما به شما آید. ضروری است که اهداف خودتان را درجه بندی کنید. شما باید از افتادن در دام تعیین اهداف متعدد و دست نیافتن به هیچ کدام از آنها اجتناب کنید. دو هدف را برای خودتان مشخص نمایید که به شما بیش از همه این احساس را می دهند که بهترین و استثنایی ترین سال عمرتان را زندگی کرده اید. دستیابی به دو هدف که برای شما مهم است اعتماد به نفستان را تقویت می کند و در نتیجه می توانید به اهداف دیگر هم برسید. ما برای کار کردن و صرف وقت و انرژی در راه رسیدن به اهدافمان باید انگیزه داشته باشیم. دید یا رویاهایمان باید الهام بخش ما باشد و احساسات خوب و قدرتمندی را در وجودمان بیدار کند. اما لزومی ندارد که اهداف ما این دو ویژگی را داشته باشند. بیشتر اوقات هدف به خودی خود شور و شوق و عواطف مثبت را در ما ایجاد می کند. اما معمولاً انگیزه فقط از دانستن این نکته در وجودمان ایجاد می شود که پیگیری هدف ما را گام به گام به سوی تجلی تجسممان پیش می برد. همان گونه که هنری دیوید گفته است، اگر قصرهایی در هوا بنا کرده اید، لزومی ندارد که کارتان هدر رود. جای قصرها درست است، اکنون شالوده ها را زیر آنها بنا کنید. اقدام کنید، اهداف بهترین سالتان را تعریف کنید. دو هدف را برای خودتان تعیین کنید که در آفرینش تجسم شما برایتان مفید است و به شما کمک می کند تا آن کسی که می خواهید بشوید. این اهداف را روی کاغذ بنویسید و توجه داشته باشید که آنها واقع بینانه، قابل اندازه‌گیری و مشخص باشند. مهارت‌ها و منابعی را که هم‌اکنون دارید و در راه رسیدن به این اهداف مفید هستند در نظر بگیرید و ببینید به کسب چه مهارت‌ها و منابع دیگری نیاز دارید. ایجاد ساختاری برای موفقیت. پس از آنکه اهداف خود را مشخص کردید و در نظر گرفتید که چه هنگام به آنها خواهید رسید، می توانید ساختارهایی بیافرینید که موفقیت شما را تضمین کنند. ساختارها به ما این امکان را می دهند که به شیوهی مفید و مؤثر در جهت دستیابی به اهداف کار کنیم و به آنها برسیم. طبق تعریف، ساختار یک سیستم یا پشتیبانی است که در جهان بیرون برپا می کنیم تا به ما یاری دهد که خودمان، وقتمان و کارهایمان را بهتر تنظیم نماییم. تقویم و جدول زمانی ساختارهایی برای مدیریت زمان هستند. نقشه های اجرایی ساختارهایی هستند که به ما کمک می کنند تا تصویرمان را تحقق بخشیم. مربی، استاد، دوست و افراد دیگر به ما کمک می کنند تا زیر قولمان نزنیم. اینها ساختارهایی هستند که در مدیریت و نظارت بر کارهایمان به ما کمک می کنند. اگرچه مفهوم ساختار ممکن است پیش پا افتاده، کسل کننده و حتی خشک و منجمد به نظر برسد، اما در واقع ساختارها پرهیجان هستند، زیرا به ما کمک می کنند تا به آنچه میگوییم و میخواهیم برسیم. چند بار در زندگی فکر یا الهام خیلی خیلی خوبی داشته و آماده انجام کاری شده اید که در زندگی شما، خانواده یا جامعه تفاوت مهمی ایجاد میکرد، اما حتی نخستین گام ها را در راه تحقق آن فکر برداشته اید یا کارتان را ناتمام رها کرده اید. بدون ساختار، تحقق خواسته ها یا دستیابی به نتایج برجسته تقریبا غیر ممکن است.
به خوانندگانی که دوست ندارند در زمینه‌هایی از زندگیشان ساختاری داشته باشند میگویم که ممکن است در حال حاضر کمی احساس سرکشی داشته باشید یا گمان کنید که آزادی شما مورد تهدید قرار گرفته است. امکان دارد مقاومت در برابر ساختار به صورت گرفتگی عضلات سینه، گرهی در بالای شکم یا آرزوی رهایی و بی‌قید و بندی در شما ظاهر شود. اما درست در همین زمان است که باید با آن بخشی از وجودتان که حق رسیدن به اهداف را از شما می‌گیرد روبرو شوید. اکنون وقت آن است که صادقانه به خود بگویید چند بار در گذشته اهداف شما در خط آغاز فرو ریختند. یک ساختار استوار گام‌های ملموس و واقع بینانه‌ای در اختیارمان می‌گذارد که ما را به وضوح و ناگزیر به زندگی رویایی‌مان می‌رساند. هرچه آرزو بزرگتر باشد، داشتن برنامه‌ای که خوب طراحی و با دقت تنظیم شده است، جدول زمانی دارد و نشان می‌دهد که گام به گام و به طور مشخص چه کارهایی را برای رسیدن به هدف باید انجام داد. عنصر ساختار بیش از هر عامل دیگری در تبدیل آرزوها به اهداف و رویاها به واقعیت نقش دارد. ساختار نیز همچون هدف باید به روشنی تعریف شود و واقع بینانه و کاربردی باشد. در ضمن باید انعطاف پذیر باشد و امکان رخدادهای غیر منتظره مانند روزهایی که حالمان اصلا خوب نیست در آن در نظر گرفته شود. همه ما روزهایی خواهیم داشت که احساس تنبلی یا یأس می‌کنیم یا به اندازه‌ای خسته هستیم که حتی نمی‌خواهیم درباره بهترین سال زندگیمان فکر کنیم. اگر امکانی برای ناامیدی، سردرگمی، تنبلی و مقاومت در نظر نگیریم، بی‌تفاوتی و یأس در ما رخنه خواهد کرد. این حالات در واقعیت وجود دارند و به احتمال زیاد نمی‌توانیم از آنها اجتناب کنیم. بنابراین پیشنهاد من این است که برای این روزها برنامه ریزی کنید، آنها را به عنوان بخشی از ساختارتان در نظر بگیرید و در جدول زمانی ماهانه بگنجانید. البته بهتر است بنا بر آنچه در زندگی شما می‌گذرد یا آنکه در چه مرحله‌ای از مسیر دستیابی به هدف هستید مشخص کنید که به خودتان اجازه می‌دهید چند روز در ماه دچار این حالات باشید. متعهد شوید که از این روزهای ناخوشایند لذت ببرید یا دست کم در طول آنها آسوده باشید. تجسم کنید که داشتن یک روز به نام روز بیچارگی چقدر خوشایند است. اگر از بیچارگی خوشتان نمی آید، می توانید روزی را به نام افسردگی یا بدخلقی، ناشکری و یا بی‌ثمری نامگذاری کنید. اگر به جای سرزنش خود در چنین روزهایی واقعا این گونه وضعیت‌ها را با روی گشاده پذیرا شوید و به خودتان اجازه دهید که با تمامی وجود و به طور کامل آنها را تجربه کنید، آیا تحمل این اوقات برایتان ساده‌تر نمی‌شود و با حال بهتری آنها را پشت سر نمی‌گذارید؟ شاید فکر کنید که پذیرش و استقبال از حال ناخوش شما را به بیراهه بکشاند و به الگویی برای زیاده روی در آنچه درست به نظر نمی رسد تبدیل شود. اما در واقع کاملا برعکس، وقتی هر احساسی را که در شما پدید آمده است با روی گشاده می پذیرید و تسلیم آن می شوید، معجزه‌ای رخ می دهد و آن حال ناخوش می تواند از شما عبور کند و به بیرون برود. فقط هنگامی که در برابر حال یا احساسی مقاومت نشان می دهید و با آن می جنگید یا فکر می کنید نباید چنین احساسی در شما باشد، آن احساس قدرت می گیرد و شدت می یابد. به نظر من می توانید حد اکثر 3-4 روز در ماه را برای چنین حال و احوال هایی در نظر بگیرید
و در ذهن شروع به کشیدن نموداری از روحیه‌تان کنید. ممکن است این حال ناخوش نشانه‌ای باشد که شما را متوجه کند نیاز به ایجاد تغییراتی دارید یا باید حد و مرز محکمتری برای خودتان تعیین نمایید. به جای آنکه با این ناخوشی‌ها بجنگید که معمولاً و به هر حال مفید نیست، چرا به آنها گوش نمی‌دهید تا ببینید در چه زمینه‌هایی می‌توانند شما را هدایت کنند؟ ساختاری که در آن فضایی برای نفس کشیدن وجود ندارد یا از انعطاف پذیری لازم برای ایجاد تغییرات برخوردار نیست، می تواند شما را به شدت تحت فشار قرار دهد و خفه کند. یک ساختار خوب باید روحیتان را تقویت نماید و به شما احساس پشتیبانی بدهد. باید به شما این احساس را بدهد که یار و متحدتان است و کارفرمای سختگیر شما نیست. برای آنکه ساختار شما دشمن شما نشود، توجه داشته باشید که بیش از حد نقشه نکشید و بیش از آنچه به طور منطقی در حد توان و دسترسیتان است کاری را بر عهده نگیرید. به همین دلیل پیشنهاد می کنم که در سال فقط 2، نه 4 یا 5 هدف را برای خود تعیین کنید. اگر پیش از پایان سال به این 2 هدف رسیدید، می توانید 2 هدف دیگر را برگزینید. نقشه های زیادی بی ترتیب شما را به شکست می کشاند. برنامه ریزی بیش از حد گسترده نه تنها مفید نیست، بلکه می تواند مخرب هم باشد. شما به سادگی می توانید هیجان زده شوید و بخواهید در تمامی زمینه های زندگی به آرزوهایتان برسید. اما برای آفرینش بهترین سال زندگی لازم است که خود را متحد به موفق شدن کنید و برای این کار باید بر آنچه واقعا مهم است متمرکز باشید. اگر هنوز فکر می کنید ایجاد ساختار برای رسیدن به اهداف وقت و انرژی شما را بیهوده هدر می دهد، داستان حقیقی زیر را برایتان تعریف می کنم تا شاید به شوق بیایید و اقدام کنید. نانسی یکی از شاگردان من سالها بود که پرداخت بدهی مالیاتی خود را عقب می انداخت و کاری در این باره نمی کرد. این بدهی به زمانی که او برای خودش کار و کسبی به راه انداخته بود مربوط می شد. نانسی که هرگز این فرصت را به خودش نداده بود تا مسئله را خرد کند و در ساختاری معقول با گام‌های اجرایی بگنجاند، وضعیت خود را حل نشدنی و غیر قابل تغییر می‌دید. در نتیجه سرزندگی و عزت نفس این زن به شدت کاهش یافته بود و هر روز بر زیان مالیش افزوده می‌شد. سرانجام پس از سال‌ها اجتناب و انکار، او این هدف را برای خود تعیین کرد که طی 12 ماه خودش را از این بدهی رها کند. سپس ساختار نقاط عطف و نقشه مشخص کرد تا مطمئن شود که به بیراهه نخواهد رفت. او قرار ملاقات های لازم را با حسابدار و مشاور امور مالیاتی گذاشت و از محل کارش مرخصی گرفت تا به این دیدارها برسد. از آنجا که این قرارهای ملاقات را در جدول زمانی خود یادداشت کرده بود، طبق برنامه می دانست که باید تا چه تاریخی ارقام و مدارک ضروری را جمع‌آوری کند. نانسی از یک دوست تقاضای حمایت کرد، کسی که مورد احترام او بود و در زمینه مالی و پسنداز بسیار عالی عمل می کرد. این زن از دوستش خواست که پیشرفت او را طبق برنامه و قول و قرارهایش زیر نظر بگیرد و در صورت لزوم از وی بازخواست کند. اگرچه کاری که نانسی پیش رو داشت پیچیده بود، اما به ساختاری که ایجاد کرده بود متحد ماند و برنامه اش را گام به گام دنبال کرد. او طی 3 ماه وضعیت را به کلی تغییر داد و برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌هایش ریخت تا طی 10 ماه حسابش کاملا پاک شود. نانسی اکنون احساس
موفقیت و سربلندی می کند و این اعتماد به نفس را دارد که به دنبال آرزوهای بزرگتری برود. یک ساختار محکم این گونه نوید بخش است. لزوم ایجاد ساختار برای آن است که حمایتتان کند و در مقاطعی که می خواهید منحرف شوید شما را متمرکز نگاه دارد. ساختار تضمین می کند که در مسیر مستقیم به سوی موفقیت باقی بمانید. اقدام کنید برای موفقیت خود ساختاری تشکیل دهید. وقت آن است که برای تحقق اهداف خود ساختاری را شکل دهید. اجازه دهید که این پروژه به شکل کاری خلاق و فرح بخش درآید. مگر نه اینکه شما این ساختار را می سازید تا بهتر بتوانید بهترین سال عمرتان را زندگی کنید. چه کاری فرح بخش تر از این است؟ پرسش‌هایی که در پی می آید در تعیین جهت به شما کمک می کنند. 1. رویا یا تصویر من چیست؟ 2. دو هدفی که به من کمک می کند تا در جهت تحقق تصویرم پیش بروم کدام ها هستند؟ 3. می خواهم تا چه زمانی به این اهداف برسم؟ 4. حوزه دقیق هر هدف چیست؟ برای رسیدن به این اهداف چه ها لازم است؟ 5. نقاط عطف مهم در راه دستیابی به این اهداف کدام ها هستند؟ 6. تا چه تاریخی به این نقاط عطف می رسم؟ 7. چه مهارت هایی دارم که در رسیدن به این اهداف برایم مفید هستند؟ 8. نیاز دارم برای رسیدن به این اهداف چه مهارت هایی کسب کنم؟ 9. به چه کمک ها یا حمایت هایی نیاز دارم؟ 10. هر روز یا هر هفته باید چه مقدار وقت به این کار اختصاص دهم؟ 11. چگونه این وقت را در زندگیم می گنجانم؟ 12. از کدام مناطق بیشیرینی باید دوری کنم؟ 13. از چه کسی خواهش می کنم که مسیر پیشرفت مرا در نظر بگیرد و در صورت لزوم از من بازخواست کند؟ 14. دنبال نکردن برنامه هم چه پیامدهایی دارد؟ 15. دنبال کردن برنامه و رسیدن به اهدافم چه پاداشی دارد؟ نظم و انضباط را دوست خود ببینید. ساختار بدون نظم و انضباط بی تردید بی فایده است. تنظیم یک برنامه سودمند دقیق و برخوردار از تمامی ساختارهای لازم و سپس بی اعتنایی به آن درست مانند این است که برای رفتن از نیویورک نقشه راه را مشخص نمایید و سپس نقشه را تا کنید و در داشبورد اتومبیل بگذارید. آنگاه در طی راه اصلاً به آن رجوع نکنید تا ببینید در کجا هستید و به جای دنبال کردن نقشه به هر بزرگ راهی که به نظرتان جذاب است وارد شوید و امیدوار باشید که روزی به مقصد می رسید. من این روش را توصیه نمی کنم و قول می دهم که بی نتیجه است. برای تضمین موفقیت یکایک ما باید نظم و انضباط را در وجودمان پرورش دهیم. معنای واژه انضباط تربیتی است که موجب پیشرفت و بهبود اخلاقی یا ذهنی می شود و کارش این است که زندگی ما را مرتب کند. نظم و انضباط در والاترین شکل خود این توان را دارد که ما را در رابطه با وجودمان به صاحب اختیاری کامل برساند. نظم و انضباط عالی ترین هدیه است که می توانیم به خودمان بدهیم. نظم و انضباط به ما کمک می کند تا به آنچه واقعاً برایمان مهم است متعهد باقی بمانیم و مطمئن شویم که به اهدافمان می‌رسیم. اما برای برخی از ما ترس از نظم و انضباط یکی از بزرگترین موانعی است که در مسیر بهترین سال زندگیمان با آن روبرو می‌شویم.
ما به اندازه از محدود و مهار شدن می ترسیم که به هر قیمتی از نظم و انضباط روی گردان می شویم. ما اجازه می دهیم که کودک عصیانگر 7 ساله درونمان افسار را به دست گیرد و زندگیمان را با این شعار که هیچ کس نباید به من بگوید چه کنم اداره کند. اما آنچه بیشتر ما متوجه نیستیم این است که ترس از نظم و انضباط ما را به فروختن روحمان و محروم شدن از رویاهایمان وامی دارد. به جای آن که نظم و انضباط را نجات دهنده خود بدانیم، آن را زندانبان خود می دانیم و فکر می کنیم که ما را محدود می کند. نظم و انضباط برای ما تداعیگر کاری دشوار است و گمان می کنیم حق آزاد بودن را از ما می گیرد، در حالی که به ما این توان را می دهد که برنامه اجرایی معینی را دنبال کنیم و به نتایج دلخواه برسیم. ممکن است بپرسید آیا من هم می توانم منظم و منضبط شوم؟ پاسخ مثبت است. البته می توان در هر کاری پیشرفت چشمگیری داشت و اگر واقعا شما در این باره چنین هستید می توانید با خیال راحت به بخش بعدی کتاب بروید. اما برای بیشتر ما درست نقطه مقابل این وضعیت صدق می کند. ممکن است در برخی از زمینه‌های زندگی که اتفاقاً در آن موفق هم هستیم منظم باشیم، اما در آن زمینه‌هایی که از همه بیشتر به توجه ما نیاز دارند بی نظم و ترتیب باشیم. اگر حاضر نباشیم گام‌هایی را برداریم که می‌دانیم لازم هستند، احتمال بسیار زیاد از مسیر درست انحراف پیدا می کنیم، بداخلاق می شویم و حالت تدافعی می گیریم. وقتی مدام کارهایی را که پیش روی ما قرار دارند به تعویق می اندازیم، خسته و دلمرده می شویم. بیشتر ما کارهایی را که امروز می توانیم انجام دهیم به فردا موکول می کنیم و همچنان از پیامدهای نامطلوب آن رنج می کشیم. ما انجام کار یا رویایی با مسائل جاری را عقب می اندازیم تا هر کاری را که اکنون دلمان می خواهد انجام دهیم و در دل امیدواریم که مشکلی هم پیش نیاید. اما هزینه این رفتار بسیار سنگین است. ما نقشه های من را معلق نگاه می داریم، رویاهای من را در انباری می گذاریم و به ورطه پوچ انکار فرو می افتیم. این بازی یک نواخ کسل کننده و از آن بدتر بی نتیجه هم هست. اگر این بازی ثمر بخش بود، یکایک ما چیزهایی را که می گوییم می خواهیم داشته باشیم داشتیم، اما برعکس ما مدام خوشحالی خود را به تعویق می اندازیم و همه کارهایی را که همین امروز توجه ما را می طلبند به فردا موکول می کنیم. تعلل بیماری قرن ماست. این بیماری انرژی ما را می بلعد و ضعیفمان می کند و در نتیجه رویاها، عزت نفس و شور و شوق ما را از بین می برد. نظم و انضباط یگانه راه خروج از این الگوی خودویرانگر است. نمی توان با نظم و انضباط به جر و بحث پرداخت و نمی توان آن را قانع یا از آن بهره برداری کرد. نظم و انضباط از شما نمی پرسد که آیا میل به انجام این کار دارید یا نه، و حتی به شما امکان گزینش هم نمی دهد. صدای نظم و انضباط می گوید این برنامه عمل است. گفتم که این کار را خواهم کرد، پس می کنم. باید ببخشید و به دل نگیرید، اما انضباط به فکر شما اعتنایی ندارد. اصلاً به عذر و بهانه های شما علاقه نشان نمی دهد و فقط موفقیت شما برایش مهم است. ما باید از این توهم بیرون بیاییم که چنین گزینشی داریم که امروز این کار را انجام ندهیم. باید خودمان را از هر الگوی گفتگوی ذهنی که می خواهد
ما را از پیروی ساختارمان و رسیدن به اهدافمان منحرف کند رها سازیم. مردم مدام پیش من قرولند می کنند. دبی، این کار خیلی سخت است. اما در واقع این کار آنقدر هم دشوار نیست. می دانید دشواری در کجاست؟ زندگی کردن با خودتان هنگامی که به قولهایتان پایبند نیستید. انجام کارها منضبط بودن، طرح نقشه برای رسیدن به اهداف و پیروی از آن نقشه آسان‌تر از آن است که بگویید چیزی می‌خواهید اما امروز و فردا کنید و هیچ اقدامی انجام ندهید. این رفتار است که کار را دشوار می‌کند. این رفتار بر عزت نفس شما گران می‌آید. در مورد روحیه شما ویرانگر است. بر قلبتان سنگینی می کند و برای اطرافیانتان بسیار ناگوار می باشد. می توانید این موضوع را از هر کسی که بهای امروز و فردا کردن را پرداخته است بپرسید. هر بار و در هر حالی که کارا به اتاق خوابهای دو کودک خردسالش می رفت، از شدت ناراحتی عضلاتش منقبض می شد. منظره جعبه های لبریز از اسباب بازی، جا کتابی های شلوغ و کمد هایی که به قدری از لباس های کوچک پر شده بودند که جایی برای لباس های نو نداشتند، او را ناراحت می کرد. هر بار که می دید جعبه ها و لباس ها بیش از پیش روی هم انباشته شده اند، به خود می گفت یک روز که وقت داشته باشم این اتاق ها را مرتب خواهم کرد. کار به جایی رسید که او دیگر از جشن تولدها و به طور کلی هر جشنی دچار وحشت می شد، زیرا می دانست که در هیچ کدام از اتاق های فرزندانش جایی برای کتاب، اسباب بازی یا هدیه دیگری وجود ندارد. یک روز کارا به این نتیجه رسید که هزینه امروز و فردا کردن برایش بسیار سنگین شده و دیگر از تحملش بیرون است. او شنبه بعدی را روی تقویم خود علامت گذاشت و نوشت روز تمیز کردن اتاق بچه ها. بعد از همسرش خواهش کرد که برنامه‌ای برای بچه ها بریزد که سراسر آن روز را خارج از خانه به سر ببرند و کسی مزاحم کارش نشود. سپس فهرستی از همه آنچه نیاز داشت مانند جعبه خالی و چوب لباسی و غیره تهیه کرد. در ذهن به خودش قول داد که اگر کار را با موفقیت به پایان برساند سیدی مورد علاقه‌اش را که مدت‌ها می‌خواست برای خودش بخرد. به این ترتیب کار را کمی لذت بخش‌تر کرد. کارا سراسر آن روز شنبه را به مرتب کردن اتاق بچه‌ها پرداخت و متوجه شد که عملاً در پایان روز نسبت به اول صبح که تازه کار را شروع کرده بود انرژی بیشتری دارد. اکنون این زن می داند که نظم و انضباط لازم را برای دستیابی به هدفی که برای خودش تعیین می کند دارد و به این ترتیب در زمینه های دیگر زندگی هم دست به کار شده است. هنگامی که حاضر باشیم در کارهایمان از نظم و انضباط و ساختار پیروی کنیم، همه ما می توانیم همین گونه موفق شویم. به سادگی می توانیم خودمان را بفریبیم و متقاعد کنیم که بدون نقشه و ساختار از آزادی بیشتری برخوردار هستیم. اما در واقع درست برعکس این مطلب صحیح است. تا زمانی که آرزوهای قلبیمان را به زبان برنامه اجرایی معینی در نیاورده ایم و تا هنگامی که نظم و انضباط لازم را برای پیروی دقیق آن برنامه کسب نکنیم، اسیر تعلل خود هستیم. تعلل یا امروز و فردا کردن دشمن نظم و انضباط است، در حالی که نظم و انضباط به راستی راه رهایی است. اقدام کنید نظم و انضباط را دوست خود بدانید. ببینید به چه شیوه های گوناگونی در برابر نظم مقاومت نشان داده اید و حساب کنید که فرار از انضباط به چه بهایی برای شما تمام شده است. و
فهرستی از همه تلاش‌های ناکام خود را در زمینه‌های مختلف بنویسید. اگر برنامه‌ای برای آفرینش بهترین سال زندگیتان تهیه کنید و با نظم و انضباط از آن پیروی نمایید، چه فوایدی خواهید بود؟ این فواید را بنویسید. عمل کردن. در جایی این مطلب را خواندم: برای رسیدن به هدف‌هایمان باید گاه در جهت موافق و گاه در جهت مخالف باد بدویم، اما هیچگاه نباید بی حرکت بیستیم. دست آخر همه چیز به عمل کردن منتهی می شود. عمل شتاب دهنده است. انجام کارهای متمرکزی که ما را به سوی اهداف و رویاهایمان می برد، به نشستن پشت فرمان یک اتومبیل تندرو با موتور مرتب و در حالی که بر پدال گاز فشار می دهیم شبیه است. هنگامی که روشن و آگاهانه عمل می کنیم، از شور و شوق هماهنگی با آرزوهایمان سرشار می شویم. آنگاه نیروی بی همانند را تجربه می کنیم که موجب تقویت روحیه ما می شود. به هر حرکتمان نیرو می دهد و انرژی فعال بودن ما را فرا می خواند تا بهترین وجود خود را ابراز کنیم. این حالت ما را تشویق می کند تا به منابع دست نخورده‌ای که به علت بطالت و نداشتن جهت روشن درون ما خفته‌اند دسترسی پیدا کنیم. کارهای درست این امکان را به ما می دهد که فرصتهایی را ببینیم که پیشتر پنهان بودند و کمکمان می کند تا به قدرت به سوی آینده دلخواه خود پیش رویم. لوئیس نویسنده گفته است: فاجعه زندگی این نیست که آنقدر زود به پایان می رسد، بلکه این است که آنقدر صبر می کنیم تا آن را آغاز نماییم. بسیاری از ما انرژی حیاتی فراوانی را با حرف زدن درباره زندگی عالی که می توانستیم یا باید داشته باشیم و یا روزی خواهیم داشت به هدر می دهیم. شاید هم این رفتار اشکالی نداشته باشد، اما به این ترتیب به بهترین سال زندگیمان نخواهیم رسید. حرف زدن نه ما و نه هیچ کس دیگر را به حرکت ما نمی دارد و بی تردید موفقیت و رضایتی را که آرزو داریم به ما نمی دهد. امروز هر کدام ما می توانیم انتخاب کنیم چگونه از منابعی که داریم بهره‌مند شویم. هر یک از ما می توانیم تصمیم بگیریم آیا کارهایی که می کنیم ما را با قدرت به پیش می برند یا در گذشته گرفتار نگاه می دارند. داشتن آرزو اما انجام ندادن کارهایی که ما را به تحقق آرزوهای ما نزدیک می کند هم بی‌رحمانه و هم دلسرد کننده است. اگر حواسمان نباشد، همین آرزوهای تحقق نیافته بر ضد ما اقدام خواهد کرد و به جای آنکه شور و شوق، هیجان، شادی و خوشنودی برای ما بیاورند، عزت نفس، شهامت و ایمان ما را می ربایند و بی تفاوتی، یأس و نارضایتی را در وجود ما تقویت می کنند. هنگامی که در جهت آرزوهایمان عمل می کنیم، زمانی که رفتارهای روزانه، ماهانه و سالانه ما را به اهدافی که برای خود تعیین کرده ایم نزدیک تر می کنند، آرزوهایمان منبع الهام و شور و اشتیاق ما می شوند. آنگاه مطمئن از این که در مسیر درست آیندهی دلپذیر گام برمی‌داریم، از فکر و صحبت کردن درباره اهداف خود لذت می‌بریم و می‌دانیم که در راه برآورده ساختن آنها هستیم. هنگامی که فعال هستیم و به سوی رویاهایمان حرکت می‌کنیم،
با اطمینان پیش می رویم و تصاویر والاتری از زندگی خود می آفرینیم. آنگاه به خود اجازه می دهیم که اهداف بزرگتری تعیین کنیم و به آنها هم برسیم. در چنین شرایطی آرزوهای من به ما انرژی، شور و شوق و انگیزه می دهند تا به تصویر بزرگتر خود گام نهیم. اقدام کنید، عمل کنید. ساختاری را که درست کرده اید تا شما را در مسیر رسیدن به اهدافتان حفظ نماید، مورد بررسی قرار دهید. اگر هنوز تاریخ‌های مشخصی برای رسیدن به نقاط عطف این مسیر تعیین نکرده اید، این کار را بکنید. کارهایی را که این هفته باید انجام دهید تا به نخستین نقطه عطف برسید، تعیین نمایید و به آنها عمل کنید.